سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. و درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرت جاوید، شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر میهن پرستان و با درود خدمت جناب آقای مهندس یواش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. دوستان عزیز از ایران، همیانان عزیز از ایران، از من خواستن همین اول برنامه یه مطلبی رو من راجع به کرونا بگم که امیدوارم، من وظیفم گفتن، شما چیزایی که بگید من بدونم منطقیه حتما خواهم گفت. که در همین ابتدا خدمت شما مردم عزیز داخل کشور مطلبی هست من باید بهتون بگم. حالا میخواین گوش کنید نکنید، رعایت بکنید نکنید، دیگه خودتون ربط رو به خودتون بستگی داره. کرونا یک بیماری خطرناک، هممون میدونیم چرا اومد، کی آورد، کی برد، ما کاری نداریم. فعلا این
مسئله خطرناک اومده و این ویروس خطرناک اومده و یقه بشریت رو گرفته. هیچ راه مبارزه ای هم فعلا براش نیست به جز راههایی که به ما گفته شد. رعایت 2 متر رو عرض کنم، شستن دست، آدم تا میره بیرون میاد دستشو بشوره با صابون 20 ثانیه 25 ثانیه، یه مقدار این آب گرم باشه، ماسک حتما بزنیم، سعی کنیم زیاد در مجالس شرکت نکنیم. اون چون این چیزایی که دیگه حالا هممون بعد از یک سال، کسی دیگه نمیتونه بعد یک سال بگه من نمیدونم آقا باید چی کار بکنیم. خب دیگه بس هیچ. اما شما همیانان عزیز، من البته همه اون حرفایی که بچه های داخل ایران با اون توپ و تشر و با اون حرف رو زدن، من به اون شکل نمیگم، چون من هم این ور قضیه رو میدونم هم اون ور قضیه رو. من میدونم که ما رژیمی نداریم که دلسوز باشه، اینها ضد ایران هستن، ضد ایرانی هستن، اینها برای تخریب و برای کشتار اومدن. هیچ هدفی جمهوری اشغالگر اسلامی جز کشتار ملت ایران، جز تخریب کشور ما نداشته، نداره و نخواهد داشت. اینا همشون از پسمانده های تجاوز اعراب هم سفره رو باز گذاشتن برای فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق، پاکستان، دیگه همین کشورهای به قول خودشان مسلمان. به همه دنیا میگن این سفره هست، این خانه یغما، بیایید بخورید. دست ملت ایران که میاد تو سفره خودش با کفگیر میزنه دست ملت ایران که آی 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 دستت کوتاه، این مال تو نیست. تو خودت 1978 به شاه گفتی تو باید بری، ما میخواییم تمام سهم کشور رو بدیم به آقا امام زمان، نایب برحق آقا امام زمان. مگه خودتون ندادین سهم رو بمون؟ خیلو حالا ما عشقمون بکشه، خودمون بهتون صدقه میدیم. همینطور که در حمله عمر خطاب به ایران ازتون باج گرفتیم، ازتون اومدیم خمس و زکات گرفتیم، بعد گفتیم هر کی سید نباشه، یعنی عرب نباشه، آقا نباشه، پس بهش میگن عجم کثیف. همینطور که الان در ترکیه اردوغان میگه فارسای کثیف، در کشوری که اسمشو به دروغ گذاشتن آذربایجان، پاره تن من شده کشور. بعد بچه های ایرانی که میرن آذربایجان بهشون میگن فارسای کثیف. همون بچه ها میرن مثلا ارمنستان، میگن آقای احمدی تو ارمنستان به ما توهین نمیشه، تو آذربایجان با اینکه باهاشون ما داریم ترکی حرف میزنیم به ما میگن فارسای کثیف. در ضمن شماها ترک نیستین، شما آذری هستین. ترک به ترکیه میگن که از پسمانده های عثمان هم. چرا به خودتون دارین توهین میکنم؟ مثل که من تو تهران به خودم بگم پشتون. توهین نکنید اینقدر خودتون، شما آذری هستید نه ترک. اینا سعی کنید، سعی نه، باید بفهمید. خب مثل که کردای اینور ما هی میخوان خودشون وصل کنن به کردای اونور، کردای اونور مثل کردای اینور نیستن. شما کردها نژاد اصیل آریا هستین که یه مقدارتونم مونده در عراق، یه ذرتونم کشیده شده به سمت سوریه و ترکیه که بهشون اروپایی ها به اشتباه میگن یزیدی. اینا ایزدی هن، اینا فارس هن، همونا که اردوغان داره بهشون توهین میکنه میگه زرتشتی های کثیف. در حال این رعایت ها باید بشه. فیلم برای من بچه ها فرستادن، یه سری جوون نشستی دور هم دیگه دارید مشروب می نوشید، نوش جونتون، ما هم جوون بودیم این کارا رو کردیم، مشروب نوشیدن هم هیچ اشکالی نداره. یه قیلون گذاشتین اون وسط دارید می کشید، این شیلنگر هم هی پاس می دید، این می کشه می ده به اون، اون می کشه می ده به این. این تولید اگه یک کدومتون خدای نکرده کرونا داشته باشین، چون اونجا که مثل اینجا نیست را بیان تست بکنن، آزمایش بکنن فلان اینا، یک کدومتون داشته باشین 5 تا دیگه میگیرید. هر کدومتون خدای نکرده بگیرید برید خونه خواهر، برادر، مادر، پدر، این همینطوری تو جامعه پخش میشه. این حد اقلیه که میتونید رعایت بکنید، چون رژیم برای شما هیچ راهی رو نذاشته برای رعایت. من اینو میگم که فردا نمیگه آقای احمدی آقا ما چیکار کنیم، هممون داریم میچپیم میریم سوار مترو میشیم، من قبول دارم. آقا 5 نفر میشین تو تاکسی، من قبول دارم. آقا همه میریم میچپیم تو اتوبوس، آقا من قبول دارم. من نگفتم نه، من میدونم رژیم اومده شما رو بکشه، که به قول خودشون آخونده تو مجلس خودش داره میگه، میگه هر 7 دقیقه تو بگو 10 دقیقه، هر 10 دقیقه یه ایرانی داره میمیره. دیگه خودشون میگن که ما که نمیگیم. اما یه مسائلی هستش که ما خودمون میتونیم رعایت بکنیم، این دیگه به رژیم ربطی نداره، حالا رژیم شاهنشاهی باشه رژیم خمینی باشه، یه مسئله هستش ما خودمون میتونیم چیز کنیم.
خانوم مهمونی گرفته در خونش، اشکالی هم نداره، دوستانش رو دعوت کردن، نشستن یه سری خانوم و آقا دور هم دیگه میزنن، میرقصن، آواز میخونن، از هر دلی سخنی میگن، یه قیرون گوشان و وسط یه شیلنگ گرفته تو دهنش داری میکشه میده به اون یکی. اصلا شما فرض کن گور پدر کرونا، اصلا کرونا رو بذارین کنار، شما چطوری میتونی آلودگی دهان خودتو منتقل بکنی به دهان اون یکی؟ آقا میگن بهداشت دهان و دندان، این علکی نمیگن که، اصلا دانشگاه داره این قسمت دهان و دندان یه داستان پزشکی داره، پس ما خودمون مقصریم. بنابراین ازتون خواهش میکنم به فکر آزادیتون که نیستید، خدا رو صد هزار مرتبه شو، اینطوری هم که داره گزارش میاد به امید خدا و آل عباب و پنجتن داره قحطی میاد الحمدلله، حداقل به فکر سلامتیتون باشید. برای آزادی که تلاش نمیکنید، نکن به من چه، من آزادم تو آلمان. برای شکمتونم که هیچ نگرانی نداری، خدا شکر داره قحطی میاد، نونوایی الان تو برخی از نقاط تهران تعطیل شده به گفته خودتون، عکسایی که برای من فرستادی، من که ایران نیستم، در بعضی از شهرهای آذربایجان تعطیل شده، در چند تا خیابونای مشهد و اصفهان تعطیل شده، چیزی که خودتون برای من فرستادی، من شایع پراکن نیستم، راست و دروغش هم با خودتون. در رشت دو سه تا نونوای عکس گرفتن تعطیل شده، اصلا پشت مغازه نوشته تعطیل است، دیگه اینو خودتون میدونید. خب برای شکمتون کار نمیکنید، برای آزادیتون کاری نمیکنید، حداقل به فکر سلامتیتون باشین. سلامتی شاخ بدنه، آدمی که سالم نباشه خب هیچ چیز دیگه میشه مثل همینه که دارید میبینید، قیافتون میشه مثل مثلا در بهترین حالتش، در عالی ترین حالتش میشید علی شیرهی. بعد ببینید اینا خودشون چجوری محافظت میکنن. علی شیرهی که در هفته دو بار یه مش اراذل و اوباشو دور خودش جمع میکرد به عنوان فرماندهان سپاه و یه مش بازاری دزد و بسیجی های چاقوکش و همین اراذل و اوباش، الان دیگه جایی میاد دیدید تو رای گیری اومد چجوری شرکت کرد؟ نه دومه 200 متر از همه فاصله گرفت، حالا 200 متر نه 20 متر همه فاصله گرفت، چون خودشون میدونن دیگه. آقا دور و برشون بهترین پروفسورها از همین آلمان، یارو پروفسور از هانوفر میره بهشون میگه آقا خطرناکه، ده ها قرص و شربت و آمپول و نمیدونم ضد ویروس و اینا به اینا عمله کردن. حالا شما ملت دیگه خود دارن. این در این رابطه یه خبرم بچه ها از لندن برای من فرستادن که بچه های لندن باریکلا به همه بچه هایی که در لندن کمک کردن، به یه سری پناهنده ایرانی وارد شدن، وقت و لباس جمع کردن، پول جمع کردید، مواد خوراکی جمع کردید، عکسش هم برای من فرستادید، دستتونم درد نکنه، درود به شرفتون. یکی از همرزوان من از لندن گفته آقا فقط مشروط خواه نبودیم، دو سه تا از بچهای کمونیست هم بودن. باریکلا، آفرین، اینجا که پای حقوق بشر و پای انسانیت دیگه کاری نداریم که کمونیسته کی فلانه، خوبو باید بگیم، خوب بدو باید بگیم بد. آفرین کسانی که کمک کردی و به اصطلاح به هم نوع خودتون، به هم کشوری خودتون، به هم میهن خودتون کمک کردید. باریکلا به همه شما بچه های لندن که پول جمع کردید و به اصطلاح کمک کردید به فنان. آفرین. این در این دوتا خبری که به من داده بودن تا من اینو برای شما عرض کنم بیام و بگم. حالا بریم سر کار خودمون. اگر خاطرتون باشه و خواهشم میکنم طبق معمول از همه عزیزان، از همه شما باقی مانده میهن پرستان خارج از کشور، در صورت تمایل اگه دوست دارید لطف موبت بکنید به سنگر کمک کنید تا همچنان ما بتونیم در این لحظات بسیار حساس به کار خودمون ادامه بدیم، تا شاید با امید خدا گوش تمام تلویزیون‌های فارسی زبان کر، چون همه مزدوران گوش همشون کرد، بتونیم به وسیله این سنگر ایران رو نجات بدیم. سنگری که از هر طرف همینطوری نارنجکی که دارن میندازن، اما تا چشمشون کور بشه، با همت شما همرزبان، همه شما همیانان، شما میان پرستان واقعی، فعلا روپاش مونده و تا روز رهایی هم امیدواریم که بتونیم همچنان روپا نگرش داریم. حضور شما عرض کنم که یه مطلبی رو من خدمت شما عزیزان عرض کردم که این دنیا رو کاکل سه ایدئولوژی داره میچرخه: سرمایه داران، مذهبیون و کمونیست ها. من توضیح دادم تا اونجا که در توانم بود، در حد سواد نداشتم بود، توضیح دادم که جریان چیست، سرمایه داری چی و فلان این. این سرمایه دارا که در اصل حالا به صورت ظاهری ما بخوایم قبول بکنیم و یا حقیقی، مرکزش در امریکا، یعنی ایالات متحده امریکا تبدیل شده به مرکز سرمایه‌داری جهان
و یه 4-5 هم شعبه داره. شعبه هاش در پاریس، لندن، توکیو و برلینه. یکی دوتا شعبه کوچیک دیگه هم داره که بهش میگن هفت خواهرون، که در توکیو و رومه، در ژاپن و ایتالیا. و اینها قولن تو دنیا و معتقد هستن به این که جهان سرمایه‌داری باید بر دنیا حاکم باشه، به دنیا حکومت بکنه و این دنیا باید تحت کنترل و نظارت جامعه سرمایه‌داری باشه. در برابر این قول عظیم که واقعا قوله، در برابر این قول عظیم یه قول کمونیست هم داریم که مرکز این در شوروی سابق و روسیه کنونیه، که اینم یکی دو سه تا شعبه داره. به شعبه هاش به قولی اون قول اولی نیست ولی شعبه داره، که این شعباتش مثلا فرض بفرمایید در پاری از کشورهای جهان که گهگاه این شعباتش تعطیل میشه. یه موقعی در عراق بود، حالا تعطیل شده. یه موقع در مصر بود، تعطیل شده. بعد بعضی موقع دو مرتبه بازگشایی میشه، باز تعطیل میشه. شعباتی در کشورهای اروپای شرقی داشت که یه مقدارش تعطیل شده و ولی هست، به اصطلاح در مرکز این رقابت هست. منطق مثل اون سرمایه داره اینقدر قول نیست. چرا؟ چون فروشگاه های اونا قشنگتره، رنگیتره و جنسشون هم جوره. فروشگاه های شوروی، این روسیه، فروشگاه هاشون خیلی زمخته. میری میبینی جنس هاش همچین جنس نیست و همچین به دلت نمیچسبه، شیک نیست فروشگاه هاش، ولی داره. یه قولی هم داریم به نام قول مذهب، که این قول مذهب سه تا شعبه داره. یکیش در ریاضه، یکیش در واتیکانه و یکیش هم در اورشلیمه، که اینا هم برای خودشون یه قولی هن. منتهای مراتب شعبات اینا یه کمی با شعبات اونا فرق میکنه. اونی که در ریاض هست شعباتش بیشتر در همون منطقه، یه ذره فرامنطقه است. بعد بین خودشون هم یه اختلافاتی هست، یه درگیری های کوچولویی هم هست به عنوان شیعه سنی. اونی هم که شعبش در عرض کنم واتیکان هست، اونا هم همچین یه درگیری های کوچیکی دارن با پروتستان ها، با ارتودکس ها، اما خب قوی ترین شعبه فعلا این کاتولیکا هستن. و اون شعبه هم که در اورشلیمه، اونا چون میدونن از نظر نفرات، چون اینا نفراتشون میلیاردیه، میدونن اونا هنوز به میلیاردی نرسیدن، تو همون میلیون فعلا، تو چند میلیون دارن کار میکنن. اونا از یه طریق دیگه‌ای شعبه زدن، مثلا دیگه نیومده شعبه بزنه. به طور مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید در چه بدونم حالا یه شهری رو بگیم، مثلا در بوخارست، اون دو سه تا شعبه زده توی جاهایی به اسم سنای امریکا، مثلا فروشگاهاش اونجاست، تو بغل لوژ مخصوص اونجا شعبه دارن، اونجوری حال میکنن. هر ستای این ایدئولوژی در جهان، یعنی ایدئولوژی مذهبی، کاپیتالیسم و کمونیست، اینا میدونن 4-5 تا بچه قول دیگه هم هستن. از این بچه قولا یکیش ماویست ها هستن که تو چینن و اونا هم هر از چنگایی یه اظهار وجودی میکنن. مثلا فرض فرمید میاد یه پایگاهی تو اروپا میذاره در کشور آلبانی، اونا رو جذب میکنه به سمت خودش. یکی دوتا جاپا میذاره مثلا در یوگوسلاوی، حتی بحث میندازه در برلین شرقی سابق، در لهستان، و یه جورای نفوذ میکنه. اما این سه تا قول نمیذارن اون ماویستا بیان قول بشن، به خاطر همین اون مثل خرخاکی همیشه خودش رو جمع میکنه و تو همون منطقه زرد میمونه و گهگاهی هم یه سری میزنه به اون پایین، کامبوج، لاوس، برمه، اون ورا. یه شعبه هم دیگه داریم به عنوان هندوها، که اینا اومدن یه منم منمی تو دنیا بکنن، اصلا دیدن زورشون نمیرسه، بنا به خیلی دلایل، از جمله مهمترین دلیلش دست استعمار انگلیس بود. به خاطر همین هندوها موندن تو هند، زیادم اهل شلوغ بازی نیستن، میگه ما همین مقداری که تو هند هستیم بسه، خودمونم داریم زاد و ولد میکنیم. الان مثلا شما تو لندن را میری لهجه راجکاپوری زیاد میشنوی. به این شکل دارن شعبه میزنن، شعبهاتشون تکه، بقالی میزنن، فروشگاه نمیزنن. یه شعبه، یه چیز دیگه هم داریم به اصطلاح یک
بچه قول دیگه هم داریم بعد از ماویست ها و این هندوها، اونا هم این چیزا هستن که تو تبت هم به اصطلاح این بچه کوچولوهای ماویست های دیگه توی شکل دیگه، و اینا هم یه ادا اصولایی از خودشون در میارن، لنگ هم به خودشون میبندن، خودشون کچل میکنن، نارنجی به خودشون میپوشن و اینا، مثلا حتی تا تو کاخ سفید هم میرن، یعنی سرمایه‌دارا گهگاهی با مهره اینا بازی هم میکنن، ولی چپا و مذهبیون با اینا بازی نمیکنن، چون اینا هم مزاحم چپان و هم مزاحم مذهبیان. این کل تعریفه. تنها کسانی که، یا تنها نمیگم ایدئولوژی چون ناسیونالیسم ایدئولوژی نیست، تنها گروهی که در دنیا تک و تنها مونده و شده مثل مرغ که هم تو عزا هم توی جشن سرش میبرن، مثل ارتش شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی مثل مرغ شده بود، هنوزم هست، باقی ماندهش، هم تو عزا هم تو عروسی هر کی از گردرا رسید اول سر ارتشی ها رو برید، میهن پرستی است، ناسیونالیسته. این ناسیونالیست ها، این میهن پرستان در جهان تنهان، هر از چنگایی هم این میهن پرستان یه شکلای زشتی هم تو دنیا خودشون نشون میدن، یعنی اون میهن پرستان واقعی نیستن، میخوان شکلشون رو خراب بکنن. یک مرتبه یکی میشه آدولف هیتلر میاد و به نام دروغین ناسیونالیست میگه ما ناسیونال رو میخوایم تکون بدیم، میهن رو، ملیگرایی رو میخوایم تکون بدیم، ولی دروغ میگه. اون در فکر چی بود؟ در فکر رازیسم بود، نجات پرستی بود، نه در فکر ناسیونالیسم. شعار ناسیونالیسمش دروغ بود که بعدا ثابت شد، ولی ضربه سنگینی به ناسیونالیسم زد. همین چهره رو موسولینی به خودش گرفت، اونم دروغ میگفت، اونم در از فاشیسم بود نه ناسیونالیسم. همین چهره رو فرانکو به خودش گرفت در اسپانیا، اونم فاشیست بود ولی یه فاشیست یه شکل دیگه، مثل سنی و شیعه، اونم به اسم دروغین ناسیونالیست اومد. این شکل رو بعدها کسان دیگه رو تو منطقه خاورمیانه به خودشون گرفتن، تو منطقه سینا، مثل جمال عبدالناصر، اونم اومد گفت ناسیونالیسم عرب، دروغ میگفت. اون به دنبال ناسیونالیست نبود، اون به دنبال یک نوع سوسیالیست بود که حالا شاید خندتون بگیر من این جمله رو بگم، ولی واقعیته، سوسیالیسم مذهبی. آقا این دیگه چیه؟ حالا من بهتون میگم. اون میخواست با تکیه به شوروی، اون ایدئولوژی سوسیالیست، اون کرم چپی که تو دل و رودش داشت میلولید، اون رو نگه داره، ولی چون جامعه مصر مثل جامعه آلمان شرقی، لهستان، چکسلواکی سابق نبود، نمیتونست یک مرتبه تیشر ورداره به ریشه محمد و اون جریانات بزنه، بنابراین مذهب رو هم حفظ کرده بود، و چون نمیتونست بیا تو اون کشور بگه بگه کمونیست یا بگه سوسیالیست، میگفت ناسیونالیسم عرب، پان عربیست، اونم دروغ میگفت، اونم ناسیونالیست نبود. حالا همه رو توضیح میدم چرا هیتلر، چرا موسولینی، چرا فرانکو، چرا جمال عبدالناصر ناسیونالیست نبودن. بعدها یکی دیگه اومد به نام قذافی، یه سرگردی بود، به خودش حال داد، گفت من سرهنگم. اونم اومد یه بچه کودتایی را انداخت و اونم گفت ناسیونالیست، و یک جوری ناسیونالیسم رو تعریف کرد که نسبت به جمال عبدالناصر یه ذره رنگ و بوی ناسیونالیسم داشت، چون در چارچوب لیبی فکر میکرد. اما وقتی که شکمش پر شد، یابوبرش داشت، چون بی سوادن دیگه، وقتی یابوبرش داشت، یک مرتبه اومد این ناسیونالیسم لیبی رو، لیبی گرایی رو از مرزهای لیبی گسترش بده که برسونتش، که کارش کشید به ترور، مثل جریان یاسر عرفات. اونم یک نوع ناسیونالیسم عرب رو اومده بود قلقلک بده و واردم بود. خیلی عرفات خیلی بهتر از جمال عبدالناصر و قذافی تونست ناسیونالیسم عرب رو قلقلک بده، برای همین بود که موفق شد سالیان سال از تمام کشورهای عربی رسما باج بگیره، باج خوری داشت میکرد. و بعد کسی دیگه اومد به نام صدام حسین، اونم اومد به نام ناسیونالیسم، که بعد دیدیم آخر عاقبت کارش جنگ با عراق و با ایران و جنگ با کویت و بعد حمله و چه و چه، که در اصل به نام دروغین ناسیونالیست، که اونم یه چپ بود، یه چپی بود که مثل جمال عبدالناصر، یعنی در اصل جاپای ناصر گذاشت، با حفظ مذهب و وای میساد نماز میخوند و الله اکبر لا اله الا الله میگفت و ادای مسلمان ها در میورد، ولی بنمایش چپ بود و پشتش اساسا شوروی بود، شوروی سابق. معنای واقعی ناسیونالیسم در کمال آتاتورک خلاصه میشد،
در رضا شاه بزرگ خلاصه میشد، در آریامهر بزرگ خلاصه میشد. این ناسیونالیسم بود، این ناسیونالیسمی بود که اگر از حق نگذریم باید بگیم مهاتما گاندی هم یک ناسیونالیسم هندی بود. او هم هیچ هدفی نداشت جز استقلال هند. اینا داشته باشین. حالا ببینید اصلا جریان ناسیونالیست چیه که مثلا چرا رضا شاه بزرگ، کمال آتاتورک، کمال پاشا یا آریامهر بزرگ، روانشاد، اینا رو ما قبول میکنیم به عنوان ناسیونالیست، یا تیتو رهبر فقید یوگسلاوی، چرا ما به اینا میگیم ناسیونالیست اما نمیگیم جمال عبدالناصر؟ چرا؟ چون ما باهاش مشکل شخصی داریم؟ نه، وقتی که انسان میخواد راجع به این مسائل صحبت بکنه، اگه بخواد واقعیت رو برای مردم بازگو بکنه، نباید مسائل شخصی رو عنوان بکنه. طبیعیه، من دشمن جمال عبدالناصر و ایدئولوژیشم و اونو یکی از پسترین و واقعا کثیف‌ترین مهره‌های شرق یعنی شوروی در منطقه میدونم و ضد ایران، و یکی از دشمنان قسم خورده پارسیان بود، آریایان بود. ولی این یه داستان دیگه نیست. واقعیت هم چیزیست که باید آدم واقعیت رو در حضور مردم درست بیان کنه، چون فردا این حرفا میمونه. وقتی آدم حرفش بمونه، جوهر حرفش خوش بشه، تو دیگه نمیتونی پس بگیری. الان نیم ساعت برنامه گذشته، من که نمیتونم این نیم ساعت رو برگردونم. مگه بگم خانم آقای از اول تا حالا من چی گفتم تکذیب میکنم، خیارشور خورده بودم، ورم معده گرفته بودم، هرچی گفتم پرت پلو و چرت پرت گفتم. بنابراین دلیل چیست؟ دلیل این استش که وقتی ما راجع به ناسیونالیسم، راجع به میهن پرستی داریم صحبت میکنیم، میهن پرست به مانند کاپیتالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم یا اون شاخه های مذهبی اسلام یا هر مذهب دیگری، هدفش کشورگشایی نیست. کسی که به نام ناسیونالیست بر کشوری حاکم میشه و بعد هوس کشور گشایی میکنه، این نمیتونه ناسیونالیست باشه. این دنبال یه اسم دیگه‌ایه که یا فاشیسمه یا رازیسمه یا آنارشیسمه. این دنبال یه بازی دیگریست، این دنبال ناسیونالیست نیست، چون معنای ناسیونالیسم این، اصلا معنای ناسیونال این نیست. اینو عوضی به گوش جهانیان رسوندن و هنوزم دارن عوضی اینو معنی میکنن. چون شما هنوز با آلمانیه که صحبت میکنی، آلمانی ها میگن که آدولف هیتلر، هیتلر چیز بود، ناسیونالیست بود، اون برای ناسیونال کار میکرد. همین قدیمی هاشون هم اینو میگن. و وقتی که توضیح میدی باهت بحث نمیکنه، چون تو دلش میگه برو بابا خارجیه مثلا بیشعور نفهم، تو چی داری تو میخوای به من تاریخ آلمان بگی؟ ولی جوابی هم نداره بده. یعنی بعضی هاشون هم که تمایل به بحث کردن دارن، یه مقداری کلاهشون به قرمه سبز میده، مخصوصا اونایی که بالای 70 خورده سنشونه و آلوده نشدن به این مسائل اینترنت و این ایدئولوژی اینترنت، اونا یک مقاومتی باید میکنن. ولی وقتی که شما یه مقدار دست پر باشه و تاریخ رو بخوای براشون بگی، قبول میکنن که آره میشه گفت این ناسیونالیست نیست، مثلا آره درسته فاشیست بوده. حالا یه آدمی که میگه من میهن پرستم، مثل دو خدای بیبدیل تاریخ معاصر کشورمون، رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، اینها ناسیونالیسم رو در ایران به معنای میهن پرستی پیاده کردن. چرا؟ به دلیل اینکه هر دو پادشاه ایران ساز، هر دو پادشاه بشر دوست، هر دو پادشاه ایران دوست، هر دو خدای بی‌نظیر قرن بیستم، هر دو خدایی که دیگه متاسفانه دیگه نیستند، که ای کاش نصف چکمه های رضا شاه الان می بود، این دو بزرگوار اومدن و به ما گفتن آقا ما هدفمون جهانگشایی نیست، ما نمیخوایم بریم بگیم که آذربایجان مال ما بوده. مال ما بوده، ولی ما نمیخوایم بریم به زور بگیم بیا خودتون دو تا چهار تا بکنید. مثل الان که مردم روستاهایی که به مرز میرسن، به قول معروف پشت رودخانه عرس هستن، خودشون با بولدوزر زدن این تورا رو پاره کردن و گفتن ما داریم میریم به مام وطن. بیچاره ها نمیدونستن مام وطن شده دویله، شده جمهوری اسلامی. و اومدن به آغوش، ولی دیدن خب ما اومدیم اینجا چیکار، باز وضعمون اونجا بهتره، حداقل یه لقمه نون اونجا گیرمون میاد، برگشتن. ولی اونا هنوز چشمشون به مام وطنه. آذری ها هنوز خودشون رو ایرانی میدونن. متاسفانه اینور یه عده‌ای هستن به دلیل نداشتن شعور و اینکه عقده دارن با جریان ارمنستان، الان مثلا میگن که گور پدر ارمنستان بریم بزنیم تو چش و چال ارمنیان.
اصلا یه عده‌شون ناراحت شدن میگن که چرا مثلا فرض بفهمی شوروی روسا پشت ارمنی بین مثلا ارمنی ها رو بکشن. خب چرا اصلا چرا ارمنستان باید با آذربایجان دعوا کنه؟ آریا مهر بزرگ دنبال این جریانات نبود که من ارمنستان رو میخوام، آذربایجان رو میخوام، گرجستان رو میخوام. اگرم این ادعا رو میکرد ادعای دروغی نبود. هیتلر ادعای دروغی کرد. هیتلر دعواش بر سر یه بخش کوچیکی از فرانسه بود، سر جریان اون زغال سنگ استراسبورگ را به قول این وریا استراسبورگ، و کار کشید بشه گره پاریس رو اشغال کرد و کل فرانسه رو میخواست که موفق شد نیم فرانسه رو اشغال کنه، این ور فرانسه رو اشغال کرد. و اون هدفش کشورگشایی بود، و یعنی هدفش اگر ناسیونال آلمان بود خب هیچ دیگه، میگه آقا بیکاری هست، فقر هست، فلان هست، اینا همش به خاطر وجود یهودیاست. آقا یهودیا بله، یا با آلمانیا بیاید در کنار ما و به ما مالیات بدین و با ما باشی، جامعه یهودی رو جدا جامعه آلمانی نکنید، با ما باشید، یا اینکه کشور رو ترک کنید. ولی اون هدفش کشتار بود، هدفش قتل عام یهودیا بود. حالا این چه عقده‌ای با یهودیا داشت هنوزم در پرده از ابهامه، خیلی جوابا هست ولی عمق قضیه هنوز در پرده از ابهامه. و عقده داشت با کمونیستا و حتی میهن پرستان آلمانی رم کش، پس این نمیتونست میهن پرست باشه. آریا مهر بزرگ، روان شاد و رضا شاه بزرگ معنای میهن پرستی رو به ما یاد دادن. میهن پرستی چیست؟ میهن پرستی آن است که شما به فکر کشورت باشی، به فکر منافع ملی مملکتت باشی. من مثلا الان افغانستان گرسنه است، طبیعیه از نظر انسانی من ناراحت میشم تو افغانستان جنگه، نه که دروغ بگم میخوام فیلم بازی کنم ادای آدم مثلا حقوق بشری در میارم. من اصلا برای حقوق بشر تره خورد نمیکنم وقتی که من به عنوان بشر حقوق ندارم تو دنیا، به گور پدر حقوق بشر. من 41 سال حقوق دارم تو دنیا، حق و حقوق دارم تو دنیا، نه پس گور پدر به اون سازمان، همش دروغه. از نظر انسانی منم ناراحت میشم وقتی میبینم در پاکستان قحطی اومده، منم ناراحتم میبینم ارمنستان و آذربایجان افتادن به جون هم دیگه، چه از این ور کشته بشه چه از اون ور، فرق نمیکنه. زن نگونبخت، اون بچه کوچیک چه گناهی کرده؟ حالا بچه آذری باشه بچه ارمنی باشه چه گناهی کرده؟ بچه داره عروسک بازی میکنه، اون خمپاره میاد میخوره وسط خونش تیکه پاره میشه. منتهی مرتبه من اول باید به فکر کشور خودم باشم، من اول الان باید به فکر آذربایجان خودم باشم، من الان باید به فکر کردستان خودم باشم که جوان کرد بار میذاره رو کولش، با میشه میره اون طرف. الان برای من کردستان عراق که در اصل اونم خاک من بوده، اون الان برای من مهمه، چون این مرزبندی های کاذب در اواخر قرن 18 هم اوایل قرن 19 هم این مرزبندی ها شده، ما هم زورمون نمیرسه بیاییم این مرزبندی ها رو جا به جاش بکنیم. ما هم نمیتونیم خودکار برداریم بشینیم رو نقشه اون مرزی که دلمون میخواد خودمون بشینیم بکشیم. اگه اون مرز و اون خودکاره رو به من بدن بگن آقا تو هر چی کشیدی اون واقعا ایرانه، خب بعد منم میدونم کجا رو باید بکشم. یه مرزی میکشم با واقعیت، نه دروغ بخوام کشور گشایی کنم. یا آقا گرجستان، ارمنستان، گرجستان بخشی از ارمنستان، کل آذربایجان، تمام قفقاز، عرض کنم بیش از نیمی از دریای مازندران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، یک سوم پاکستان حداقلش، مقدار زیادی از عراق به ویژه منطقه کردستان. آخه اینا مال من بوده، بحرین اینا مال من بوده. ولی خب یه مرزبندی هایی تو دنیا شده و ما حالا در چارچوبه مرزبندی داریم صحبت میکنیم دیگه. الان که نمیخوام بیام شمشیر بکشیم بریم برگردیم به ترکمنچای و نمیدونم اون ننگی نامه گلستان، به خاطر بیلیاقتی قجرها و حمایت انگلیس از روسیه و تحریک کردن آخوندها. در چارچوب این نقشه‌ای که ما امروز داریم بهش میگیم ایران، ما در چارچوب این نقشه میگیم آقا من اول باید به فکر منافع ملی کشورم باشم، من اول باید ببینم ملتم خورد و خوراک داره، پوشاک داره، آموزش و پرورش داره، بهداشت داره، این ملت باید سالم زندگی کنه. بعد کدوم ملت؟ ملت ایران که کشورش مملو از ثروت و سرمایه های خدادادی است. این ثروتی که خدا به ما داده بدون هیچ زحمتی، اون خاک زرخیز رو به ما داده، چرا ملت من باید تو اون فقر زندگی کنن؟ چرا هنوز بچه ها توی در سواحل نیلگون خلیج فارس باید تو کپر زندگی کنن؟ چرا بوشهر من، بندر عباس من، بندر لنگه من، بندر جاسک من، بندر شاپور من، چرا این بنادر جنوبی کشور ما باید اینطوری زندگی کنن؟ حتی محروم باشه از خوردن ماهی دریای مازندر، دریای خلیج پارس و دریای عمان؟ و چرا باید کشور من، چرا باید اون جزایر اونطوری بی کس و کار اونجا بیفته؟ اصلا چرا این وضعیت باید تو کشور من باشه؟
این هستش که ناسیونالیسم اومده حق ملتش رو، خوب گوش کنید این جمله رو خواهش میکنم، ناسیونالیسم میهن پرستان اومدن فقط خواهان حق خودشونن. آریامهر بزرگ خدایگان و رضا شاه بزرگ خدایگان، این دو خدای بزرگ میگفتن آقا ما چیزی نمیخوایم از دنیا، ما حرف زوری نمیزنیم، ما میگیم حق خودمونو میخوایم، ما بیش از حقمون نخواستیم، ما میگیم نفت داریم، درست تکنولوژیمون پایینه، نمیتونیم این نفت از دل زمین بکشیم بیرون، ممنونیم از اینکه کمک میکنید، حقتونم بگیرید. چرا؟ شما کشف کردی، شما وسایل چیز داری، تکنولوژیشو دارید، شما میتونید پالایشگاه بزنید، شما میتونید این زمینو با حفاری بکنید با اون متاهایی که دارید، شما نقشه ها رو شما بلدید، طبیعی است که ما باید حق و حقوق شما رو هم بدیم چون شما دارید زحمت میکشید، ولی این نیستش که تو بین سوار الاغ بکنی بکنیش توی بشکه بذاریش تو کشتی برداری ببری به ملت ایران و به کشور ایران بگی فوت اینا. ما جلوت وای میسیم و وایسادیم و ارزشت هم داریم یاد میگیریم. حالا ما خودمون مهندس نفت داریم، حالا ما خودمون بلدیم حفاری کنیم، خودمون حالا دیگه اکتشاف میکنیم. الان ما فهمیدیم مثلا ما یه جاهایی داریم به اسم پارس جنوبی، اونجا نفت داریم، حالا فهمیدیم گاز داریم، حالا میتونیم از مس سرچشمه تازه از یه قسمتش بهره برداری کنیم، حالا ما میتونیم مثلا فرض بفرمایید با پولی که به دست آوردیم بریم کارخونه ذوب آهن اصفهان رو بزنیم، تراتورسازی تبریز رو بزنیم، ما هم حالا میتونیم دانشگاه بزنیم، در دانشگاهامون پزشک تربیت کنیم، مهندس تربیت بکنیم و این رفته 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 کشور رو برسونیم به جایی که حالا خودکفا بشیم، به طوری که ترکیه بیاد به ما بگه آقا ما احتیاج به مثلا 1500 تا 2000 تا جراح داریم، میگیم ما زیاد داریم. آقا بله 2000 تا جراح ترکیه میخواد، هر کی دوست داره بره اونجا و به اصطلاح چیزی که پیشنهادایی که بهشون میدن مثلا دولت ترکیه میگه هر کدوم مثلا 2 سال 3 سال اونجا کار کنی من حقوق خوب بهت میدم، امکانات میدم، فلان میدم، مثلا آلمانی که پا میشه مثلا بنگلادش بهش میگن آقا تو آلمان مثلا ماهی 10000 دلار در میاری، ما به ماهی 30000 دلار بهت میدیم. خب آلمانی میگه خب آره میرم یه سال دو سال کار میکنم. و ما هم میخوایم که پاشیم بریم در جهان خودمون رو مطرح کنیم. چرا؟ چون من در 1970 به شماها ثابت کردم که تکلیف ایران با عربا فرق میکنه. کور که نبودی، رژه اومد از جلو چشت رفت تاریخ، خودتون نوشتین تو روزنامه‌هاتون که در تخت جمشید تاریخ رژه رفت. من از کوروش تا پهلوی رو بهتون نشون دادم، من بهتون نشون دادم که چه ادوار تاریخ ایران و ما چه فراز و نشیبی داشتیم، ما چه بدبختی هایی تحمل کردیم، روزای خوب داشتیم، روزای بد داشتیم، حمله به اون شده، تیمور اومد برای ما حکومت تیموریان درست کرد، ما ایران هم داشتیم، ترک ها اومدن برای ما حکومت چیز درست کردن، سلجوقیان رو درست کردن، غزنویان درست کردن، قراقایانلو داشتیم، آقاقایانلو داشتیم، فارس ها اومدن برای ما سامانیان رو زدن، سفاریان رو تأسیس کردن، ما هم دانشمند داشتیم، بابا ما هم آدم حسابی بودیم، چرا اینقدر میزنید تو سر ما؟ حالا اون سه تا قطبی که بهتون گفتم، اون سه قول، سرمایه دار و کمونیست و مذهب، اومدن سایه انداختن رو ناسیونالیسم. از کی؟ از 1978 به طور رسمی دیگه اومدن یه تور آهنی کشیدن روی ناسیونالیسم. از قبل از اونم بوده، نه اینکه نبوده، ولی از 1978 دیگه رسما در دنیا اینا گفتن ناسیونالیسم میهن پرستان در جهان خفه، اگر خفه نشین خفتون میکنیم. کمونیست ها، کاپیتالیست ها و مذهبیون در دنیا بر علیه میهن پرستی، بر علیه ناسیونالیسم در یک نقطه با هم به یک اشتراک میرسن. برای زدن میهن پرستان، مذهبیون، کمونیست هایی که ضد مذهبن و سرمایه‌دار که از هر دو بدش میاد، چون هر دو ضد سرمایه‌داری هستن، از چه نظر؟ مذهب میگه همه رو بدید به آیات اعظم بخورن، یا به پاپ اعظم بده بخورن، یا به اسقفای اعظم بدید بخورن، گور پدر امت، امت باید بخوره تو سرش به امید بهشت، پس میشه ضد کاپیتالیسم. کمونیست هم میگه کارگران، کشاورزان در دنیا متحد بشین، گور پدر کاپیتالیست، بیا به سمت من سوسیالیست. پس این دوتا بر علیه سرمایه داری هم. سرمایه دارم که میدونه این دوتا بر علیهشن، به جامعه بشری میگه اگه میخوای ماشین شیک داشته باشی، اگه میخوای لباس شیک بپوشی، اگه میخوای شیک باشی، نگاه کن سینماها رو، خیابونها رو نگاه، اونجا قمارخونه است، اونجا کافه است، اونجا نمیدونم سینماست، اونجا فلانه، اینا کن چه مدرسه های قشنگی براتون زدین،
ببین چه پارک‌های قشنگی زدیم. همه چیز در کاپیتالیسم شیک پیکیه، به قول معروف قشنگه، الگانته. یه بخشی هم اون به سمت خودش جذب میکنه. بنابراین این سه قطب، این سه قول همیشه با هم در تضادن، در بزن بزنن. اما وقتی پای ناسیونالیسم میاد، این سه تا با هم چی میشن؟ متحد میشن. فرمایش آریامهر بزرگ که فرمودن اتحاد شوم و نامقدس سرخ و سیاه، که قربونش برم نه شعور بود نه سواد بود، و اگر بعضی ها هم احیانند سواد و شعوری داشتند، که حالا اصلا ما نمیگیم احیانند، داشتن، مزدور بودن، حقوق میگرفتن، مثل اینه که حقوق میگیرن میشنن جلو تلویزیون، یه روز میگه رفتم تخمق درست کرد نداد من بخورم، یه روز میگه من سرباز شاهزاده هستم. خدایا مزدور مگه شاه خودم داره بی پدر و مادر نداره دیگه؟ که حالا من بهتون میگم حالا جریان اینام چیه. نه بدبختن اینا، اینا مزدورن، مزدور اجاره ای. اونجا بعضیاشون رسما میگن ما مزدور اجاره ای هستیم، مثل اون لندنیه. بعضیاشون خجالتی میگن ما مزدوریم، با اعمال خودشون میگن که ما مزدوریم بابا، چیکار دین دست از سر ما بردین آقا، من اینم. آره بابا من لگن میفوشم، ناموس میفوشم، شرف میفوشم، حیثیت میفوشم، چهار تام آشغال دور خام جمع، بابا چیکار دین؟ شما که دیگه فهمیدین من مزدورم دیگه، انقدر انگولکمون نکنید حضرت عباسی. باشه راست می راستم میگه، ما چیکار دین بدبخت بیچاره، بعد بخواهیم داریم نون خوردن رو میندازیم یارو رو، نون یارو رو ماجور کردیم. بها حضور شما عرض شود که به این ترتیب از 1900 به طور رسمی بگیم 78 با خروج آریامهر بزرگ، خدایگان تا چشم همتون کور بشه دشمنان پهلوی، با خروج خدایگان از ایران، در اصل ناسیونالیست رو سرش رو گذاشتن بغل خلیج همیشگی پارس، سر ناسیونالیست رو بریدن. چرا؟ عرض میکنم چون تا 1978 میلادی 2537 شاهنشاهی شما در دنیا، خوب حرفمو گوش کنید بچه های داخل کشور، یه سری به من میگن آقای احمدی به خدا ما تخمه و آجیل نمیخوریم، وقت شما هم زیر شوخی میکنم عزیزان، اینو بعضی موقع به یه عده‌ای میگم که گوش حواسشون رو جمع کنه. خوب توجه بفرمایید، تا 1978 اگر نام یک رهبر سیاسی در جهان به عنوان پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر، رهبر، رهبر حزب، کسی که در رأس کشور نشسته، از صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا صدر حزب کمونیست جمهوری خلق چین تا نخست وزیر ژاپن تا رئیس جمهور امریکا تا ملکه انگلیس، رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور ایتالیا، پادشاه اسپانیا، دیگه درشتاش کیا هستن؟ تمام رهبران منطقه، نخست وزیر اسرائیل، تمام اینایی که رهبران کشور عربی هستن، کل آفریقا، تمام آمریکای جنوبی، همه دنیا رو دارم بهتون میگم، تمام رهبران کشورهای آمریکای مرکزی، مکزیک، کانادا، نیوزیلند، استرالیا، تمام کل آسیا نبود، کسی جای دیگه نبود، جزایر، مزایر، آدمخوار، فلان، همه، تمام کشورهای دنیا، اگر اشتباه نکنم شاید جمعیت مثلا 110 کشور، نمیدونم دقیق، حالا هر چند تا. اگر یک رهبر، نام یک رهبر رو برای من بیاری که ناسیونالیسم رو در کشور خودش پیاده داشت میکرد، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. آخه خیلی ادعاست، نام یک رهبر را در جهان بیاوری که به مانند اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ در سال 1978 در دنیا هر کی با انگشت می‌خواست یه رهبری رو نشون بده، مثلا میگم ما میگفتیم برژنف، میگفتیم کمونیست، ما میگفتیم مثلا فرضاً کارتر، میگفتیم رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور سرمایه‌دار، واسه هر کی یه اسمی بود، انگشتا به سمت آریامهر که نشانه گرفته میشد، میگفت اوه این خیلی ناسیونالیسته، اسناد و مدارکش هست، گفته های خودشون هست، از رؤسای جمهور امریکا، از روزولت تا کارتر که تو تهران اومد گفت، و بعدیاش حتی مثل ریگان، تا تمام نخست وزیران انگلیس، تا رهبران آلمان پس از جنگ، از آدانوآ تا شمید، تا تمام رؤسای جمهور فرانسه، از دوگل تا آخرش گاردستان،
از رهبران سایر کشورهای اروپایی، ملکه هاشون، پادشاه هاشون، نخست وزیراشون، تمام رهبران کشورهای منطقه اعراب، این ور اون ور، هر جایی رو شما اومدن خبرنگار فرستادن، اومدن با ایشون ملاقات کردن، اینا هیچ کس نیومد با علازه دیده بوسی بکنه بگن که ما با رهبری دیده بوسی کردیم که عجب سوسیالیستی بود، خیلی مرد مذهبی متدینی بود. چیزی که راجب سادات زنده یاد میگفتن، جمله‌ای بود راجب سادات که مذهبی بود، نه مذهبی چیزا، آدمی بود که اعتقاد عمیقی به اسلام داشت، معتقد بود به اسلام، نماز میخون و واقعا هم انسان معتقد و یک انسان پاک بود سادات، در چیز خودش، در حال خودش که به اسلام اعتقاد داشت، چون من ندارم نمیتونم منکرون بشم، که هزاران هزار کسانی که ادعا میکنن و روز پیشونشون نارنجک تریکیده میگن ما نماز خوندیم، گرد پای جوراب پای اینم نمیشدن، این سادات بزرگ روانشا. اما هر کس با علازاد گفته او کرد، از خبرنگارانشون تا رؤسای جمهورشون تا هر کس، اولین چیزی که گفتن این مرد خیلی ناسیونالیسته، این ذکر و خیر و فکر و هر چیش هست همش میگه ایران، ملتم، کشورم، ارتشم. خب این معنای ناسیونالیسم این بود، معنای دیگه ای نیست. اگر یک رهبر تو دنیا به من نشون دادید که به مانند این مرد بزرگ ناسیونالیست بود، میهن پرست بود، به شرافت بشری سوگند میگم قربون شما، خداحافظ، ما رفت. نیست، من مطمئنم که نیست، نه تنها نبود 1978، نیست. پس از جنگ جهانی دوم ما دو سه نمونه داشتیم، مثل اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، دو سه نمونه داشتیم، اما باز هیچ کدومشون، حتی سادات، حتی مناخم بگین، حتی حضور شما عرض بکنم نیکسون، حتی آیزنهاور، حتی دوگل، حتی ویلی بران، حالا اینه که میاد تو سرم، تا حالا همین مقدار، هیچ کدومشون حتی به مانند آریامر در این حد میهن پرست نبودن، یعنی به یه سمت و سوهای میرفتن، حالا مذهب بوده، بیشتر به فکر کاپیتالیست بودن تا به فکر ناسیونالیست. برها از 1978 که خدای ایران به اتفاق همسرشون اولیاعظم شهبانو فرای پهلوی مجبورشون کردند که کشور رو ترک کنن، اون سه تا قطب، اون سه تا قوله، سوسیالیست یا به عبارتی کمونیست، کاپیتالیست و مذهب، که مجبور کردن این خدای بیبدیل از ایران با چشمان گریان از ایران بره بیرون، سر میهن پرستی رو دم تنگه هرمز خوابوندن، قشنگ بریدن که تمام خلیج پارس و دریای عمان و اقیانوس هند و تمام اقیانوس های دنیا الان خون میهن پرستانه، خونی شده از خون میهن پرستان. اوکی، یه استوب بکنیم، بیایم و بگیم که خب حالا سر ما رو بریدن، چه کار باید بکنیم؟ حالا الان چه خبره؟ الان چه کار حسنیم تو دنیا؟ جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید شماره یک رو پخش کنید. این اعترافات کیانوریه که باباش آخون بود و با بزرگش هم آخون بود، جد آبادش آخون بودیم، این پدر و مادر. حالا این حرفایی که میزنن به این چه دخلی داره؟ رب داره. اینو گوش کنید اول، این اعترافاتشو. رهبر حزب توده رسما گفت من جاسوسم. آقا این زیر فشار جمهوری اسلامی بود. اینو بریم واسه خاله خانباجیاتون و واسه شاباجی خانم بگید، همشون جاسوسن. تمام سازمان‌های به اصطلاح سیاسی، از سازمان تروریستی مجاهدین از روزی که بنیادشو گذاشتن تا الان، تا توده‌های همیشه خائن به نام دروغین حزب توده، سازمان مخوف توده، اسم اصلیش اینه، سازمان مخوف توده، تا سازمان چروک‌های فدایی خلق روسیه، یعنی بازوی مسلح دولت شوروی در ایران که بعد شد اقلیت و اکثریت، فرقی نمی‌کنه، تا جبهه نامقدس ملی، شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث قشی کودتاچی زیر شلواری پوش، همشون عوامل مسکو و لندن بودن، این افتخارشون بود. جناب مهندس شماره یک و لطف و محبت بفهمید، ممنونتونم. بچه زنگم بزنید خواهش میکنم. می‌دونم که ما از چند راه با مقامات شوروی، سفارت شوروی در ایران ارتباط داشتیم. یه راه مستقیم، من خودم ارتباط داشتم به وسیله دو نفر که در موقع شب من رو
دورانی یه نفر بود، وقتی او مریض شد و دیگه نتونست، بعدم زندانی شد یه نفر دیگه جای بود. ولی برای احتیاط که اگر امکانات اینطوری که آسان‌تر بود از راه تجارت خانه تجارتی شوروی، خانه بازرگانی شوروی، نمایندگی بازرگانی شوروی، اگر این از بین بره، اونها پیشنهاد کردن که ما یک نفر رو به عنوان ذخیره و احتیاط معین بکنیم. هم با دوستمون خسرو مشورت کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که شاهرخ جهانگیری رو برای این کار نامزد بکنیم و قرار ارتباطشون رو گذاشتیم و این ارتباط ارتباط ذخیره‌ای بود. یکی دو بار کارای جزئی به وسیله ایشون انجام گرفت ولی بیش از این نبود. این برای اون بود که اگر روزی امکاناتی یه ما از بین بره و یا ما مجبور بشیم مخفی بشیم و نتوانیم اون سهولتی که در سابق ممکن بود رابطه داشته باشیم و یا رابطه ای که از راه دیگه ای از راه خسرو وجود داشت اونم از بین بره، مثل این که یه مدت تعطیل شد، اون وقت از این امکان استفاده بود. سپاس جناب سیاوش گرام. خانم آقایون دیدید اعتراف رو دیدی؟ آها، اینا کسانی بودن، این یک بخش مهمی بود که با مذهب یکی شد، چپ بود با مذهب، یعنی با اون بیمار روانی بزرگ لواطکاران، چی بود اسم آخون که صافت خمینی لجن، حیف لجن، تو لجن میشه بری بخوابی، بغل خمینی نمیشد بخوابی، بود گند میداد مردی که این بطوله چجوری پیش این میخوابیده، من تعجبم، بطول بود، هجرت بود، چی بود، خشیم بود، چی بود، نمیارو مثل یه اقدس خوشگویه هست، میشه لگم روش دوست میشینه، توتی همه بطونه هم مالیده به خودش اینه، اینا رو صبح باید نگاه کنیم، مثلا مظلوم قومی رو صبح باید، صبح اول صبح یا به در خونه زنگ بزنیم بیاد بیرون، همونجا سکته رو میزنه یا رو چیز پوستیه. برحال حضورتون رو عرض کنم که این یک بخشش بود. حالا یه بخش دیگر نگاه کنیم، دونه دونه با هم بریم جلو. جناب مهندس شماره دو رو لطف بفرمایید. این سخنان پرزیدنت سابق امریکاست، نیکسون، لحظه یکی از امریکا میاد تو مصر برای شرکت در تشییع پیکر خدای ایران آریامهر بزرگ. گوش کنید، زیرنویس فارسی هم داره. With most world leaders staying away, former President Nixon and former King Constantine of Greece are the ranking public figures to join President Sadat in mourning the Shah. Nixon chose his arrival for the Shah's funeral to make a blunt attack on Carter administration policy in Iran. Beyond that, I think that the treatment of the Shah by the administration after he left was shameful. One of the black pages in American foreign policy history, and I think that President Sadat's guts in providing a home for the Shah for his last days at a time that the United States turned its back on one of its friends is an inspiration to us all. سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی. خب این رئیس جمهور سابق امریکاست که داره میگه. چپیا و مصدقی های ایران بر باده، شاگرد پادوهای اون یارو تریاکی قشیه مصدق، اینا میگن که آقا معلومه نیکسون، مثل این الاغ خراسان هست برای که بیسواد بیشعور ناموس فروش، آقا معلومه خب این رفیق شاه بوده دیگه، خب معلومه خوبشو میگیره، نه بیشعور بیسواد، مجبوری مگه واسه $200 منقل بذاری واسه عربو تو خونه، بیشعور بیسواد. رئیس جمهور سابق امریکا حتی اگر 100% رفیق چیه، اصلا شاه برادر نیکسون باشه، برادرش واقعا هر دو از یه مادر پدر باشن، مثلا اسم نیکسون هم مثلا چیز باشه، چه بدونم مثلا علیرضا پهلوی مثلا باشه، مثلا ریچارد نیکسون نباشه، نمیاد به خاطر داداش خودش، داداشه، داداش خونیش، داداش واقعیش، اعتباره ریاست جمهوری خودش رو زیر پا بذاره. ما دیگه بعد یوم گدایی میدونیم چشم آبیا رو، اینا به خاطر زن و بچه خودشون هم دست
از چیز اعتباری خودشون بر نمیدارن. اینا به خاطر حفظ اسم خودشون زن و بچه خودشون رو به کشتن میدن که داشتیم ما تو تاریخ همینا نمونه داشتیم. این دوتا رو دیدی؟ کیانوری رو دیدی؟ نیکسون رو دیدی؟ حالا بریم سومی رو. اینی یه بار پخش کردم سومی کردم چرا مهندس لطف میکنم. قشنگ به نگاه های این یارو پیرترین ولیعهد جهان نگاه کنید، چشمت کور شد، پادشاهی به دلش موند. این یارو میمونه چیه؟ این یارو بچه، این یارو عجوزه چارلز، پدر سوخته، میگفت من چیزم رئیس صلیب سرخ انگلیسم، حالا نه دروغ بگه، بود واقعا رئیس صلیب سرخ انگلیس، هم به بهانه زلزله بم برم کمک کنم به مردم بم. دروغگو، لعنت به روح مادرش، لعنت به روح پدر مادرش، دروغگو، لعنت به جد و آباد خاندانش. تو رفته بودی به ملت ایران تو زلزله بم، تو اون زمین لرزه‌ای که خودشون را انداختن که اون آثار باستانی رو تخریب کنند، تو رفتی کمک کنی. پدر سگ، بی پدر و مادر چه کمکی کردی؟ هیچ. فرستادن 4 تا خرما و 5 کیلو نمیدونم لباس، این شد کمک؟ پس کمکی در کار نبود. بعد تو رفتی بم کمک کنی تو کاخ نیاوران و غلس محمد گاریچی، چه غلطی میکنی؟ پدر سوخته، اونجا رفتی بهشون بگین کارتون داره تموم میشه، میخوان زیر آبتون رو بزنن میهن پرستان. اونجا بود که رفتی مجددن یه قرارداد بستی 20 سال دیگه اینا رو نگهداری. اینم گفتم که ضبط بشه بمونه تو آرشیف. ما جنایت‌های دولت جنایتکار و دزدان دریایی انگلیس را فراموش نخواهیم کرد. باید پادشاه آیندتون، هر بی پدر و مادریه، باید در ایران در برابر آرامگاه خدایان ایران سر تعظیم فرود بیاره و تاج گل بذاره. باید رسما میکروفون بذاره جلوش، در برابر آرامگاه اون دو خدای بی بدیل جهان و پادشاه کشور رسما بگه جیمز کالاهان غلط زیادی کرد، ننه بزرگم پهن زیادی خورد، غلط کردیم، به گور پدرم خندی. ما تمام اتفاقاتی که در ایران افتاده رو به گردن میگیریم. ما در این جنایت، دزدی، کشتار، در همه چی سهیم بودیم. پولتونم بهتون میدیم، وامی هم که از اون گرفتین 100 برابرش رو بدون، خودمونم زن و بچه‌هامون رو میفرسیم بیان عملگی کنن. اون وقت احتمالاً ما با شما رابطه خواهیم داشت. در غیر این صورت خوش کردی، اون تحویلی که اسم گوش سفارت، اون تبدیل میشه به بزرگترین توالت عمومی جهان. حال کردی انگلیس؟ اش کردی؟ دیدی ما دست پروردگان آریامان چه جوری با طرف میزنیم؟ ما ایرانیان متنفریم از انگلیس، خودتونم میدونید. به همین راحتی هیچ پخی هم نیست، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. من رو لولو برد شایعه بندازین اشرف پهلوی هروئین وارد میکنه، شاه شبو میره پیش یه زن دیگه تو چی، تموم شد. ما بیدار شدیم، هویدا باهائیه، اون یارو نمیدونم ارمنیه، اون یکی یهودیه، اون یکی خیلی بده، یکیشون خیلی خوبه، همگی بگید ماشاءالله. جناب مهندس لطف ما باید بفهم شماره سه. بچه اینو با دقت نگاه کنید.
سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی. اینو من به یک از بچه‌ها گفتم، این تیک تیک اینطوری نگه داشت، چند بار پخش کرد، صدام نداره، یعنی اشکال از تلویزیون شما نیست، این همینطوری که دیدید تیک تیک میشه و سب وای میسه و صدام نداره. هدف اصلی من نه فقط نگاه این چارلز به صورت اون امریکایی بود، دیدید وقتی که از کنارش رد شد بهش دست نداد، اون امریکایی ابله در نهایت با دست یه دونه زد به بازوی چارلز. یعنی باز هم حرف من بهتون ثابت شد که حرف اول آخر رو در دنیا انگلیسا میزنن، امریکا هیچ پخی نیست، ببر کاغذیه. ایالات متحده امریکا، آقای ترامپ، ایالات متحده امریکا بازوی سیاسی و نظامی دولت انگلیس در جهان است، به ویژه بخش حزب دموکراتش. حالا اینا رو داشته باشید، این گفتم آقای ترامپ این دلیل داره، اینو داشته باشید. یکی دیگر رو براتون پخش کنم تا حالا بیام و بگیم که دنبال حرفامون ادامه بدیم. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید شماره 4 رو هم پخش کنید، این جواد نلبنده. ببینید خبرنگاره وقتی آخرین سوال ازش میکنه راجب جو بایدن چی میگه، اینا همیشه با هم رفیق بودن، تا این لحظه که این بلاها سر ما اومده همش برنامه ریزی انگلیس توسط شاگرد پادواش، یعنی آلمان فرانسه، فرقی نمیکنه دو آلمان و فرانسه کی بره تو کاخ الیزه یا کی بره تو اون دویله بلی، و حزب دموکرات امریکا. حزب دموکرات امریکا، دولتین فرانسه، میگم دولتین یعنی چه چپش چه راستش، دولتین آلمان چه چپش چه راستش، اینها نوکران انگلیسن، نوکران انگلیسن. همه این اتفاقاتی هم که تا اینجا افتاده همش بدون استثنا، از اعدام نظامیان و غیر نظامیان، از جنگ ایران و عراق، از کشتار ملت ایران، از فرار مغزها، از ورود ده ها دروغگو به اسم کمپوزیسیون در خارج از کشور، تمام رادیو تلویزیون های فارسی زبان، چه آنهایی که هنوز هستن در لجنجلس و لندن، چه آنهایی که جلو پلاسشون رو جمع کردن و رفتن، چه اونایی که مردن، همشون بدون استثناء پولشون از لندن توسط سازمان های دیگه بهشون میرسه. ما مرده همه تون زنده. روزی که به حرفم رسیدید، اون لیستی که بهتون گفتم اومد بیرون، بگید خدا پدر مادرت رحمت کنه رضا احمدی، یک لیستی میاد بیرون که توی اون لیست اسامی رو خواهید دید، شایدم به زودی خواهید دید که 400 شاخ در بیار رو سرتون که بگید اینا مأمور بوده، اینا مزدور بوده، که به پنجمه بخوان بخونی دور از اون سکتره بزنی. کسانی که همین امروز میرید بهشون میگید، هنوز میگید درود به شرفت استاد. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید. آیا دفعه یه سوال خیلی آخر بخواییم تمامش کنیم که وقتتون نگیرین، میگن شما با مقامات آمریکایی هم رفیق هستید و بعضیشون، درسته؟ من در زمانی که سازمان ملل متحد بودم یه مجوزایی داشتم که با افراد خارج از دولت آمریکا ارتباط داشتم، که الان اونا بعضیاشون رفتن تو دولت، شده یکشون معاون رئیس جمهور، یکشون شده وزیر. اینا اون زمان سناتور بودن، نماینده مجلس بودن و من ارتباطات گسترده‌ای داشتم به این منظور که مانع جنگ طلبی بشیم. سناتوره که الان میگید معاون شده آقای بایدن دیگه، درسته؟ بله. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش ایرانی. ملاحظه فرمودی همین جو بایدن رفیق جونجونی جواد نلبند بوده، پس این تعجبی ندارد که وقتی میهن پرستان سر به دیوار میکوبیدن. شما در رابطه با حاج حسین اوباما که این داره جمهوری اسلامی رو نگه میداره، این شاگرد پادوی جیمی کارتر، آن بادام فروش بی سواد مذهبی عقده‌ای حزب دموکرات، جریان کلینتون، اینا همشون یه باندن. ببینید بچه های داخل کشور خوب گوش کنین،
شما بجز میهن پرستان واقعی، نه یه دی اومدن عربده کشیدن و اسم آریا مهرام خراب کردن و به اسم تلویزیون، که البته علازا تو دهنشون زدی، اما شادن معتاد کوک میزدن، روانی بودن، فحاش، بی ادب، بی سواد، واقعا بی سواد. نه اونا کار ندارم. ادای علی گلاب میاد ایران نه اینا آدم نه آدمی آدم عربده کشی بشه میگه میهن پرست. شما بجز میهن پرستان واقعی یه آدمایی مثل استاد رضا فاضلی، شما صحبت استاد رضا فاضلی هست میتونی نگاه کنی یهو ببین خونش چجوری جوش میاد، دیگه نمیتونه خودش کنترل کنه. صحبت استاد دکتر فریدون فرخزاد، این دوتا نمونه که همتون دیگه شنیدید در طول این سالها. شما ببینید هیچ کس بجز میهن پرستان اینطوری دل برای ایران میسوزونه. شما نگاه کن وقتی علی منقلی راجع به ایران صحبت میکنه چقدر راحت توپ به دریاج، هر یه رو بیم میگه همینه عوضه چی آگه یه رد بشین همینه برای هر آگه 2000 تا از این 5000 تا از اون ماهی 35000 دلار 20 سال آزگاره، اینقدر پول داره دیگه نمیدونه کجا رو قایم کنه. چقدر با خونسردی کامل یه جوری نشسته صحبت میکنه، مثلا اینگاه مجری تلویزیون کانال 3 سوئیسه، یک سر سوزن به خاک پدر و مادرم سوگن. خیلی من باید آدم کثیف و پستی باشم برای قبولوندن حرفم به شما بخوام مادر پدرمو بکشم واسه. بر من خدا از من نگذره که اینا یک سر سوزن اگر به فکر ایران و ایرانی باشن، به شرافت بشری اگر یک دون از اینا پاشو گذاشت گردن من این تبر اینم قانون شما بزنید یک دونشون، چون میدونن اینا چه کثافت کاری کردن به این جامعه کنونی ایران. بچه‌ها نگاه نکنید تو تلگرام برام مثلا آقای احمدی بی غیرت، نه این حرفا نیست. ایرانی ها غیر قابل پیش بینی ان. اینو من در نهایت بهتون بگم، یک انفجار تو راهه. من هنوزم دارم بهتون میگم کدوم حرف من پرت و پلات و علا در اومد. نگفتم بهتون قحطی میاد، نگفتم بهتون نون قد خواهد شد، نگفتم نون خوشتم گیرتون نمیاد، نگفتم براتون چه نقشه هایی کشیدن، نگفتم راجع به همون جریان سی قراره چه بلاهایی سرتون بیارم و دروغ نمیگم، هم برامام همه راجع به 200 سال پیش که حرف نمیزنم که. نگفتم بهتون تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی بچو بنویسین جاوید شاه. دیدید از موقعی که میگیم جاوید شاه چه جوری آبو گرفتیم توی سوراخ مورچه، ببین لگن فروش دوز چه آتیشی گرفته. چرا؟ چون دکونش تعطیل شد دیگه، کارش ببین به چه دیوزگی افتاده. هر چی آشغال از جمهوری اسلامی آورده باشون گفتگو میکنه، چون کسی دیگه حاضر نمیشه حرف بزنه. اگه گهگاهی مثلا فرض فرمه اون یارو تقیه چی چیه اینا میان باش گفتگو میکنن، هم دیگه پیر شدن دیگه، میخواد خودشو معروف کنه یارو تقیه خروس اون بقیه. خب زنگ میزنه با التماس فلان نه آقای مثلا طاهری مثلا اونم بریم حالا بریم یه رو من با این مرگ حرف بزنیم، من نه که تو اونا اینو تحویل میگیرن، اونا میدونن چه بی سوادیه، چون اونم اون مال اون نسلا میدونه این آدم بی سواد لومپن احمقیه. به هر حال حضور شما عرض کنم که اینا هیچ کدومشون دل به حال ایران نمیسوزونن، این فقط میهن پرستانن که عشق به ایران دارن، که عشق به پادشاهی دارن. برای همینه که وقتی ما حرف میزنیم از وجود اون حرف میزنیم، یک مرتبه خودمون بی خود میشیم، شور حسینی میگیرتمون، چون ما میدونیم چه بلایی سر ایران اومده. نه که اینا ندونن، نه اینکه علی منقلی ندونه، چون اینا اصلا تو داستان داشتن. این علی منقلی شبا با اون گور به گور شده چی بود در یکیه قای مقامی میرفتن تو سفارت ایتالیا زمان شاهنشاه، تو سفارت فرانسه، سفارت آلمان میگفتن شب شعر بزرگ داشت گوته، بعد میرفتن اونجا شعرهای احمد شاملو رو همین قرائت میکرد، اصلا احمد شاملو میومد میشستن اونجا مزخرفات خسرو گل سرخی رو میخوندن، بعد زیرش میگفتن خی گه نمیدن خسرو گل سرخی نمیدونم این مزخرفاتی نمیدونم جشنواره فیلم های چی رو نشون میدادن، گاف خودشون گاف بودن دیگه، نمیدونم مزخرفات. حالا حضورتون عرض کنم که اینا رو که دیدی چویانوری و جواد نلبند و نیکسون و همه رو دیدی، حالا یه دقیقه گوش کن.
یک مرتبه یک نفر میاد تو کاخ سفید، پرزیدنت ترامپ، من نه سلطنت طلب قشیم، نه مشروط خواه خجالتیم، نه حرفو به نرخ روز میزنم و به نرخ روز میخورم. بعدی میگم بعد خوبو میگم خوب. دو تا آدم ناسیونالیست در شرایط کنونی تو کشورهای خودشون برای منافع ملی کشورشان دارن انجام وظیفه میکنن، هیچ دلشونم به حال ایران و ایرانی نسوخته. نتانیاهو در اسرائیل، ترامپ در امریکا. آقای احمدی یه چیزی اومده بیرون، نتانیاهو رفته عضو افتخاری سازمان آذربایجان. من تو این بازی ها نمیام، اصلا دمپر من نیاین تو این بازی های مسخره بازی. اصلا ببینید، من از هیچ تهمتی، از هیچ تهدیدی، از هیچ چیزی نمیترسم. آب پاکی رو بریزم رو دوزه. اگه میترسم اینجا نمینشستم. من گریبان همه رو گرفتم که برم میگه آقای احمدی آخه شما میگه همه بدن، همه رو برای من تعریف کن تا من واسه تعریف کنم. تمام اینهایی که تو میگه همه، همهشون مزدوران. آره رو حرفم هم هسته، همه برای تو کیان؟ لگن فروش دزد مزدوره، علی منقلی مزدوره. اگر تو این همه شما مثلا میخوای بگی استاد سیاوش آذری، من غلط بکنم همچین حرفی بزنم. آقای آریان وطن خواه، من غلط بکنم چی حرفی بزنم. اگر از دهن من همچین حرفی اومده بگید من تمام قد معذرت خواهی کنم، پاشم برم بیکار زندگی. تمام اسامی که آوردم به عنوان مزدور، مزدورن. یا مزدور حزب دموکرات امریکا مثل لگن فروش دزد، یا نوکر اعراب مثل علی ساربون در لندن، یا نوکر چپ مثل جوادی و بقیه اراذل اوباش، یا یارو حسین جیبر و یعنی تنلش بی سواد، واقعا بی سواد، واقعا بی سواد. یه عده‌شون اطلاعاتی هم مثل محسن ملخ، بنیانگذار سپاه پاسداران بخش اطلاعاتش، مثل امیر عباس شرم‌آور، معصوم قومی. این قومی هم هزار دفعه من توضیح دادم، نه شهر قوم، من قومی منظورم قاف و واو و میمویه، یعنی قوم، اقوام. حالا چرا دیگه چرا شما رو برد ملازه فرمودی؟ نسرین ستوده، همین خاله چیه یارو سکین سلطان، اون یکی کیه توپله، نرگس محمدی، همشون مأمورن. موسوی مأمور، کروبی مأمور، همشون مأمورن. آقا خیلی حرفه، من دارم به شما ملت دارم میگم دیگه. فردا غیر از این شد نباید، من حداقل نظر وجدانی نباید بیام میگم آقا معذرت میخوام، ببخشید من چند سال به اینا گفتم مأمور، عذر میخوام، باید بیام بگم دیگه. نباید. پس بدون چقدر مطمئنم که میدونم کار به عذرخواهی نمیکشه. حالا از لحظه ای که رئیس جمهور امریکا رفت اون بالا وایساد، که اون جمعیت اومد، که همین امریکایی‌ها تو روزنامه‌هاشون سانسور کردن اون جمعیت رو، نصف اون جمعیت رو مداد پاکن پاک کردن، اومد ایستاد گفت آقا همه پول جمع شده تو واشنگتن دی سی، من این پول رو میخوام پخش کنم تو امریکا، یعنی همه تون دزدید، همه تون دزدید. به عبارتی پس از پرزیدنت سابق امریکا نیکسون، ریچارد نیکسون که الان دیدید، این اولین رئیس جمهور امریکاست که به معنای واقعی یک ناسیونالیسمه، یک میهن پرسته. فردا با علی شیره‌ای حفظت گریبان منو نگیرید ها، این هزار دفعه. این شخص اومده به نفع منافع، حرفمو گوش کنید، این رئیس جمهور اومده که بار دیگر ایالات متحده امریکا رو برسونه به دوران نیکسون، برسونه به دوران آیزنهاور، برسونه به دوران پیش از جیمی کارتر، از 1940 دوران روزولت تا 1978. این اومده امریکا رو برگردونه به دورانی که تو دنیا بار دیگر ایالات متحده امریکا از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جهان حرف نخست را بزنه. یعنی یک بار دیگه تمام دنیا شیشه کوکاکولا بگیرن دستشون، قوطی کوکاکولا بگیرن دستشون. یعنی یک بار دیگه همه دنیا شلوار لی امریکایی بپوشن. یعنی یک بار دیگه همه دنیا مجدداً موسیقی امریکایی رو با جان و دل گوش کنن. یعنی یک بار دیگه امریکا تو دنیا به چین بگه خفه، بگه چش چش چین چنچون، خیلی غلط زیادی کردم، تایوان تایوانه، چش نمایندهش بیا تو سازمان ملل، چش روسیه دست خر کوتاه رو کرمین کریمه، چش دست تو بردار رو اوکراین، چش
این اومده این کارو بکنه. حالا زورش میرسه نمیرسه من نمیدونم، هدفو دارم میگم. اینو داشته باشید این چیزو. ترامپو راجب نتانیاهو هم یه بچه توضیح کوچیک بدم از کنارش بذارم، چون به هر حال هرچی اسمش اسرائیل اون اسمش امریکا نیست. خوی احمدی ولی خیلی قدرتن. یه دقیقه تو پرت و پلا نگید به من، بشین گوش کنید، چون من میدونم سرتون مغزتون چی میره میلوله. این آقای نتانیاهو یک شخص میهن پرستی است که اومد به اعراب فهموند که تموم شد. من اینجا ریشه دوندم، اصلا گور پدر 2500 سال و خانه اجدادی و خانه آبا اجدادی و خونه یهودی و موسی از کور رفت بالا و نمیدونم با اصلا اومد، اصلا من با اونها کار ندارم. من اومدم اینجا بهتون دارم میگم تموم شد، اسرائیل اینجا تثبیت شد. میخواید با من رفاقت کنید، من در کشورم هم بازه، آغوشم هم براتون بازه، کمکتونم میکنم از نظر اقتصادی، از نظر کشاورزی، صنعتی، نظامی، پزشکی، کمکتونم میکنم. دعوایم با اتون ندارم. شما هم همسایه من، این رفیق من، این به هر حال بر حسب تصادف من یهودی خوردم به پست توی مسلمون، اینجا باید با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم. میخوای مخلصتون هم هستم، دعوت کنید پاشم بیام کشورتون، یه ماچه بوسی با هم بکنیم و یه شیرینی تری با هم بخوریم و تموم بشه بره. نمیخواید بگرد تو بگردیم، زورتون به من نمیرسه، خودتون هم میدونید من اتم دارم. یعنی دیگه خیلی بخواید به این دفعه حمله کنی، یکی یه دونه بزنم تو ملاجتون. عربی که تحت کنترل انگلیس بودن و هستند، وقتی دیدن تو امریکا یه ناسیونالیست اومده حالا میشه بهش تکیه کرد، چون این عربا رو خیلی نگه اینا بیشعورن، سیاست مدارشون بالا نشستن. پادشاه عربستان به کوچولوهای خودش، به شاگرد پادوهاش گفت آقا جان این داره درست میگه، ما که زورون به این نمیرسه که، از نظر نظامی از ما گردن کلفتر، اقتصادی هم گردن کلفتر، آقا ما زورون به این نمیرسه. منم نمیتونم الان به عنوان نماینده مکه که قفل و کلید خدا تو جیب منه، من برم با موسایی ها بشینم رفاقت بکنم، نمیشه. بحرین، قطر، امارات، شماها برین جلو. اول اون امارات عربی رو فرستاد جلو، بحرین رو فرستاد جلو، قطر رو فرستاد جلو، یه دیدبوسی بکنی، یه ماشبازی بکنی، ببینم چی میشه، بعد منم میام، منم میام. ما باید با این رفیق بشیم. چرا؟ چون اونایی که اون بالا تو رأس کشورهای عربی نشستن، اونا فهمیدن بالاخره یکی اومد تو کاخ سفید که پشت اون واسه بابا ما مردیم، انقدر باج دادیم به انگلیس. چرا باج دادیم؟ به دلیل اینکه امریکا پشت ما رو خالی کرده بود، چون تو امریکا هر کی اومد نوکر لندن بود. جیمی کارتر اومد نوکرشون بود، کلینتون اومد نوکرشون بود، بوش اومد به طور غیر رسمی یارو کردن نوکر. چش وا کردی تا خرخره رفت تو لجن عراق. حاج حسین و بابام که نوکر بود، ریگان که اومد جلوشون وایساد، دو پنج تا گلوله گشت تو شکمش، یارو خفقونو مرد گره. بوش پدرم نوکر شد. چرا نوکر شد؟ چون هم بوش پدر هم بوش پسر مال تگزاس بودن، تگزاسی هم نفتی هن. گردن کلفت نفت تو دنیا که انگلیسه، بی پی رو داره. آقا جون اگه میخواید بذارم راحت نفتت فروش بره، نفت بخر، نفت بدم، تو ماش بکن، من ماش بکن، با من کنار بیایید، با من کنار نیای انگولکت میکنم. تو یه جمهوری خواه بیشتر از 8 سال که نمیتونی تو کاخ سفید باشی. نه من اینجا میخ طویلم و کوبیدم 400-500 ساله، اذیتت میکنم واسه 4-5 سال ریاست جمهوری به پر و پای من نپیش داداش، بی خودم خودتو لوس نکن. هر دو بوشان قبول کردن، اون ریگان هم چیزش کردن سرشو بریدن به خاطر که به اونا بفهمونن دیدی دم اونجا زدیم 5 گوشم چشکمش، حتی نمیخواستیم بکشیمش، معنی 5 تا گلوله شما به فیل بزنی بلند نمیشه، اونم از فاصله 1 متری. برها خدا آخر عاقبت ما رو به خیر بکنه، صلوات بلند میخونیم. این روزه چاری نداره. حضور شما عرض کنم به این ترتیب، یکی الان اومده تو کاخ سفید میگه ببین انگلیس تو که هیچی، پدر جد تو هم من نمیترسم، امریکا رو شما انگلیسا ذلیل کردید، شما انگلیسا 40 سال دارید میخورید به اتفاق کمونیستا، به اتفاق مذهبی اون تموم شد، ممل لولو برد. حالا زمان ناسیونالیسته، حالا باید ما یک فصل دیگری در جهان، یه ورق بزنیم این تاریخ جهانو. چه ورقی؟ ورق ناسیونالیست، برق میهن پرستی. حالا باید کشورهایی رو که زدید داغونش کردید به میهن پرستانش اجازه بدید که بیاد کشورشو بسازه. شما فقط دارین تخریب میکنید بی پدر و مادر. این تخریب یه روزی اثراتش ترکشش به طرف خود ما میاد.
ایرانی که در اوایل شورش 57 50,000 تا ازش فرار کرده اومده بیرون، الان بالای 8 میلیون اومده بیرون. 5-6 سال دیگه این میشه 10 میلیون 15 میلیون. از این 15 میلیون اگه یک دونش، فقط یک دونش پاش واز بشه به CIA و به نمیدونم فلان جایه، بعد این یه رگ ناسیونالیسم هم تو بدنش باشه، میدونید چه ضرری با دست خودمون داریم به خودمون میزنیم؟ اگر یک دونش فردا مثل اون هندیه تو پاکستان، هندیه پاکستانیه که تو لندن شده کشا اونجا چیز شده شهردار شده، یه دونه از اینا اگه یه سر در بیاره، به یه سوراخی سر در بیاره از این نسل دوم سومشون، این فردا بیاره تو کاخ سفید بعد بگن این مامانش ایرانی بوده، مثل آندره آقاسی که تنیسور بزرگ جهان که بگو نه به خودم اصلا ایرانی نیستم و ترسش اصلا من بابام آبادانی بوده، نه من نیستم، من بهش گفتم خفه نگه من ایرانیم. خب اگر یکی از اینا ایرانی بد برو اون تو، بعد تمام مدارک به زیر دستش، یه کاغذ نه یه خط رو بشه که چرا شاه ایران رو ترک کرد، چه خاکی به سر اون بریزیم. فقط نمیشه چاپید، فقط تو نمیتونی بیای بهی بگی که ما پستیم ما پستیم، پرچم اما بخریم پول بدیم پول بدیم بخریم، بابا یه روزی تقش در میاد، یه روزی همه میفهمن تو شارلاتانی دزدی که دوروبر دالا واسه خزعلی بیاد بشینه که مهمانت بشه این تن لشا که خودت میدونی با تمام خریتت میدونی اینا چقدر بی سواد و بی شعورن. یادت رفته تو 4-5 سال پیش کیا اونجا بودن؟ یادت رفته دور و برت کیا بودن؟ دیگه بابا بی سوادشون یارو چی بود؟ مربا بود؟ عسل بود؟ کی بود؟ اون یارو توپله دیگه بی سوادشون بود. ببین کیا رو دیگه بغل دست خودت نشوندی. چرا؟ چون یه روزی همه چی لو میره. آقا جان بنده نمیتونم تا ابد شماها رو گول بزنم، هر چی بگذره من بیشتر لو میرم، شما منو بیشتر میشناسید، اونم تو این دوران که دستت میره بالا میاد پایین 500 تا عکس ازت گرفته میشه، نمیتونید دیگه سر دنیا رو کلا بذاری. انگلیس بیشعور، کثافت دزد دریایی دزد، نمیتونید دیگه کلا بذاری. از پشت دلدهات زابل تا اون طرف اردبیل، از پشت دلدهات خرمشهر تا اون طرف پشت دلدهات مشهد، همه فهمیدن کار انگلیس هاست، همه فهمیدن بنگاه لجن پراکنی بی بی سی، زنی که اونجا نشسته فر نازه بغل نازه چی چی یارو در به داخونه آشغال به اون صورتش رسما داره به پسره میگه دوست نداری تو این بحث شرکت کنی برو، ما اینجا نشستیم به شاهزاده رضا پهلوی بدبینا بگیم. آره دیگه بابا به چه زبان انگلیس بگه من دشمن ملت ایرانم؟ دیگه به چه زبان اینا بگم ما داریم سر پهلوی اسم رو میبریم؟ به چه زبانی دیگه اینا بگم بابا همه اینا که جلو دور بینم یعنی مهره های ما هستن؟ نام انگلیس در دهان تمام کسانی که جلو دور بینم نشستن ممنوع، جرأت نمیکنن اسم بیارن. مفسرین ما رو نگاه کن، خانوم اومده نشسته داره واسه ما تفسیر میکنه، چی میگه؟ شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که حالا ببینن کجا پریدن به کجا رب داره، شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که حالا نه فقط این همشون بعد خیال میکنن ما گاگولیم. شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که ما قانون اساسی داریم. خب درسته، تا اینجا درسته. خب وقتی که ما قانون اساسی داریم، طبق اون قانون اساسی آخرین نخست وزیر ما دکتر شاپور بختیار بوده، و چون دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ما بوده، پس تمام وزراش الان باید بیان یه دولت تشکیل بدن. به خداوندی خدا، به خداوندی خدا، همه تون حالتون خرابه. هرچی من دو دو تا چهار تا میکنم میگم خدایا شکرت هنوز یه جو عقل تو سرم مونده، که یکی از اساسی در این دلیلاش هم اینه که فعلا نرفتم قاطی مرغ، قاطی مرغا میگن، خروسا میگن، چی میگن، هنوز نرفتم قاطی اون جریان. خدایا شکرت، خدایا بی‌نهایت سپاسگزارم، هر چی دارم ازم بگیر، چیزی ندارم، هر چی دارم بگیر، گیتارم هم بگیر، فقط عقلمو ازم نگیر. من برم کابینه دکتر شاپور بختیاری که جوانترینش الان یه پاش دم گوره با اسرائیل داره چرکی بازی میکنه، برم اونو بیارم دولت در تبعید درست کنه. والا جناب مهندس شماره 5 لطف بفرمایید. هواریتون گوده؟ آره، مثل این لگن فروش 2-400 سال تو آمریکا هنوز به گود مورنینگ میگه روز مورنینگ. خاک بر اون سر بی سوادت کنم. هنوز مترجم میخواد مرگ احمق.
بعد موقع استاد دانشگاه میشه، آره تو ببینی کاشتم با 100 سالی دیگه سبز میشه. یعنی توی این قانون اساسی اون وقت نباید دین رسمی مشخص باشه یا اصلا دین رسمی نباید معنا داشته باشه. من تنها چیزی که میخوام بگم جنبه رسمی که بیشتر بگم زبان مشترک و ملی هست، زبانمون هست که تو مملکت همه رو به هم یه جوری وصل میکنه، ولی ناقض زبانهای ولی دیگه ولی ناقض زبانهای دیگه نیستیم. برای که ما این همه زبانهای مختلف در کشورمون هست، آذری، عربی، کردی و و و و. مثلا سوال چون از من زیاد میشه، خب ما آیا حق فرض کنید آموزش زبان مادریمون داریم؟ این جزء بدیهیاته. آیا ما میتونیم مثلا فرض کنیم کلیسای خودمون رو داشته باشیم، مسجد اگه سنی هستیم مسجد خودمون داشته باشیم؟ یا مسلمه اصلا این آزادی مذهب به عنوان چیزی که در کشور دموکراتیک میبینیم همه جا دنیا هست. الان در هر کشوری که این لایسیته درش هست اتفاقا مذاهب آزادترین هستن. حقه سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دوستان از بچه ها لطف و محبت کرد، من اسامی بچه ها رو بگم تا کارمون ادام بدین. بانو زهره سین $50 لطف و محبت کردی، بیننده سپاس گذارم. بچه هم گفتن جاوید شاه. بانو رویا میم $10 سپاس از شما. و سرباز اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم $101 و ناز نفس رضا احمدی قربون شما برم، ناز نفس همه شما میهن پرستان. دستتون درد نکنه بچه ها، زنگ بزنید لطفا، زنگ بزنید سنگر نگه داری، هرچی میتونید زنگ بزنید، دستتون درد نکنه. خب فرمایشات اعلیحضرت گوش کردی؟ این انسان با این طرز فکر، با این هدف، طرز فکرش هدفشه دیگه، همچون که نمیده یه چیزی بگه و بره واسه خوش آمدن گوش بنده و شما و جهان، با این طرز فکر توسط اون سه تا قول، یعنی مذهبیون، یعنی کاپیتالیست، یعنی کمونیست، بهش میگن تو نباید هیچ کاری برای ایران بکنی، همینجا باید ساکت بشینی، حتی اعلی حضرت تشریف بیارن همین الان تکذیب بکنن، من میگم با تمام احترام 100% درست میفرمایید. بچه ها همینی که من بهتون میگم درسته، ایشون فعلا نمیتونن بگن. ببینید با چه قدرتی بهتون میگم، برای همینی که میگم تو کار اعلیحضرت دخالت نکنی. بعد یه عده تنلش احمق، آقا اینا میگن ما کاری با اعلیحضرت نداریم، ما کاری با شاهزاده نداریم، ما کار خودمون میکنیم. لعنت بر پدر و مادر دروغگوتون، لعنت بر پدر و مادر دروغگوتون. اگر شما پدر و مادر داشتید که نوکر نمیشدید، منقل جلو عربا نمیذاشتید، الاغ و خراسان و لگن فروش دوز که کارت به کثافت کاری تو نیویورک بکشه، پدر سوختا اینقدر ازتون مدرک دارم چپ و راستتون میکنم. یک مش دزد مزدور بی سواد، یادتون نره چی گفتم، دزد مزدور بی سواد، هم دزدن هم مزدورن هم بی سوادن، قیافه علی گلابی به خودشون میگیرن، هیچی نیستن، دیپلم هم ندارن اینا، خیالتون راحت کنم 40 سال تو خارج هم هنوز که هنوز تو آیم تیبل گیرن. حالا من اینو میگم نه مثلا من موسوادم، نه منم زبان بلد نیستم، اما حداقل دیگه بلدم برم کار خودم رو انجام بدم، مترجم بقل ازم نمیشونم که بگم بهش بگوی که حال شما خوبه، خواباردیتون در چه وزنی، 20 کیلوی حال میکنی یا مثلا پروزنی. برحال فرمایشات ایشون گوش کردی؟ فرمایشات اعلیحضرت رو. خب این انسان حق نداره رهبریت ملتشو به دست بگیره. کی باید بیاد بشه رهبر قیافه رهبریت ملت رو به دست بگیره؟ موسوی و کروبی. چرا؟ چون ایرونیا قراره در حد کشورشون در حد موسوی و کروبی باشه، ایرونیا قراره شپشو باشن. راحت بهتون بگم تو خیابون توف بکنن، وزیر شهرواری تو خیابون بیاد، نرده بکشن وسط خیابون، تو پارکا به جای بوی گل و گیاه بوی مثلا پهن بیاد، زن اونطوری لباس بپوشن، همه قبلامه به دست باشن، برن دمه هیئت‌ها، بعد یارو تو خیابون بگه که آی ندارم، بعد وقتم رودش ریخته تو خیابون، اون یکی نمیدونم شماره پاش 46 یک کفش پوشیده مثلا 34، اینطوری شلم شولبا اینطوری بشه مملکت که انگلیسی ها بگن که آه
تو میخواستی به تمدن بزرگ برسونی، پارک شاهنشاهی بزنی در کنار هایت پارک من، دانشگاه صنعتی آریامر بزنی که فردا برنش رو دست دانشگاه های من، اتوبان بزنی وسط شهر تهران، اصفهان تبدیل بشه به شهر صنعتی، شیراز بشه شهر شعر و شراب و هنر و فرهنگ، تبریز رو بخوای تبدیل بکنی به مرکز ماشین سازی و تراکتور سازی، نصف سرچشمه برای من راه میندازی، بزرگترین بالایشگاه نفت دنیا رو بغل گوش عراق بزنی، یعنی به عراق میگی اگه جرأت داری باش به تو، خب ما میتونیم اون بالایشگاه مثلا بزنیم 4 متر اونورتر در اصفهان بزنیم، چرا اونجا بزنی؟ این یعنی پوزنی، یعنی صلحو داری میبینی حال میکنی صلحو؟ منو با تیپا میفرستی بیرون از خلیج فارس، سر با سر جریان بحرین کلا میذاری که سه تا جزیره رو هاپولی کنی، دریای مازندران 50% مال توئه که خدات میگه نفت اون تو خوابیده، در چاهای نفت رو تو شمال پلم میکنی، تازه شوروی میگه وا کنه میگه نه دست هزار خواهر بودا، بعد خودت میدونی که منم میدونم 1968-69 اومدی به ما گفتی که ما اینجا گاز هستا، اگه قرارداد خوب ببندی مثلا یه مقداری هم بهت میدیم انگلیس، باید خرید و فروش باید میکنیم، و خودت میدونی تو چه منبع گازی خوابیدی، تو میدونی چه سرمایه دست تو باره، تو اصلا نقشه داری، تو میخوای کاری کنی که فردا دولت شوروی بگه آقا میدونی چیه، اصلا من سقوط نکردم و نمیکنم، شوروی سقوط نمیکنه، همینطوری میمونه، ایران دولت شاهنشاهی، این چیزایی که من ازت تو ترکمنچای و گلستان گرفتم بهت میدم، یه چیزی بده من فقط نمیرم، مثلا آذربایجان رو بهت میدم، به من 10 میلیون روبل بده، 10 میلیون به 20 میلیون پول نیستم واسه من، پول خورده، پول خورده در صابونه درباره یه مال تو، اینا میدونستن شاهنشاه چه نقشه‌ای داره، اونجا رو باید داغون کنید، ویرانش کنید، له و لبردش بکنید، رهبرش بشه موسوی، اپوزیسیونش بشه لگن فروش دزد بی سواد، چه کاره بوده تو ایران لبو فروش مردی که نه لبو فروشی جرم باشه، ولی لبو فروش که دیگه نمیتونه بیاد بگه من شدم بخوام برم بشم رئیس دانشگاه، نمیدونم بشم استاد دانشگاه، ای مثل که من بیام به شما بگم من میخوام بشم رئیس جمهور تو ایران، ای بابا با هر کی بیاد بشینه جلو دور میگه من رهبرم، ملت بریم تو خیابون این کار بکنه، تو چی کاره ای تو که چی؟ شعور ملت ها رو، ملت ایران رو، البته که گروه پدر ملت ها، شعور ملت ایران رو برسونن در حد کی؟ معصوم قومی، یعنی ما رو از فرخروی پارسا، اون زن مقتدر، اون وزیر با شخصیت با شرف با شعور با سواد با کلاسی که دنیا میشناخ فرخرو پارسا رو، اون بیاد بشه نسرین ستوده، اون بشه نرگس محمدی، به جای ناصر حجازی فاز فوتبال تاج تهران این بشه، حسن روشن رو من تو همه طبقاتی براتون مثال بزنم چون میدونم تب جامعه رو، حسن روشن رو بزنن تو خونه فوتبال ایران رو بدن دست محمد دادکان، محمد آشیخ، محمد صادقی رو خانه نشین بکنن به سید محمود عقیقیان بگن تو کاپیتان تیم ملی هستی، چه کاره بود یه بچه نمازخونه کسافت، این ورزشمون، موسیقی کشور ما، موسیقی اصیل ایرانی، اونی که اهل بخیه است میفهمه من دارم چی میگم، موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی سنتی ایرانی، این دو تا معقوله جداگانه است، از ایرج سنتی خون، از استاد گلپا اصیل خون، برسیم به چی؟ به نوح خونی شجریان، باید بگیم موسیقی اصیل ایرانی رو استاد نگرداش، خاک بر اون سر بیشعورت، این موسیقی اصیل برای تو نمیخون، این یه سبک دیگر پیاده کرد، بدعت گذاران موسیقی اصیل و موسیقی سنتی در ایران اساتیدی مثل ایرج و گلپا بودن، این شاگرد پادو هم نبود، این اومده یک بدعت دیگه گذاشته، این اومده موسیقی ایرانی رو رسونده به موسیقی روزخونی، این روزخونه این مردی که مثل این یکی، ای ایران نلای 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 نلای، این نوحه هست مثل موسیقی پاپی که دارن میکنن تو مخ جوونا، چرا رفتی منم اومدم، رفتی و من چرا نیومدم، این نوحه هست، آهنگینش کرده، موسیقی پاپ عشقی به آهنگ شام آخر ستار میگن، به صدای بارون میگن، به مهتاب ویگن میگن، به ترانه های زیبای رامش میگن، اینا موسیقی پاپ بود، اینا موسیقی عشق بود، حتی موسیقی سیاسی که اون موقع به اسم سیاسی تو مخ ایرانی ها کردن، بابا اون موسیقی معنی داشت، مال فریدون فروغی، مال فرهاد معنی داشت،
حتی کسانی که در زمان شاهنشاه آریامه مخالفین رژیم شاهنشاهی بودن، مثل گل سرخی، بیژن جزنی، مثل شاملو، بابا آدمای باسوادی بودن، دانشگاه رفته بودن. امروز اپوزیسیون شما ماها کی شده؟ علی تجزیه چی کار است؟ یه تنلک بی سواد. اپوزیسیون ما کی شده؟ این یارو که به خودش میگه دانشجو، اومده خارج میگه من نوه رضا شام، اسم این گوساله رو من یادمه، امیر عباس شرم‌آور. او یارو داداش اکبر محمدی بنده خدا، این یارو پسر خلوچه ما رو، آقا گوش کنید بعد بگید بعد خوبو بگید خوب، بابا خسرو گل سرخی دست به قلم داشت، قلم خائن پدر سوخته، هر چی شما میگی منم میگم هست، بابا یه دست به قلم داشت، رو روزنامه نگار بود. اپوزیسیون ما رو نگاه کن، چرا که ایرانی رو از سینمای شهر فرنگ برسونش به سینمای سلام استفراغ، ایرانی رو از فیلمای قشنگی که ساخته میشد در زمان شاهنشاه آریامهر در هر زمینه، از کلا مخملیش تا ممل آمریکاییش، از تنگسیرش تا آقا مهدی پاشنه تلاش، از گنج قارونش تا هر چی شما اسم میخواییم بذارین روش، تو رو برسونن در حد مارمولک، در حد سریال تلخ و شیرین بشه سریال معمای شاه، اون گوینده های با شخصیت تلویزیون ملی ایران بشن این تنه لشایی در به داغونه ایزن، حالت به هم میخوره قیف زنه کرده میبینه در اخبار میده. اون فضا پرویز صیاد باید بیاد خارج از کشور به تبعید تن بده، بعد مهران مدیری تو تلویزیون رو تبدیل کنه به تویله، مهران مدیری و تمام کل کسانی که جلو دور میان انگوش کوچیکه پرویز صیاد نمیشن، نمیشن. اگر پرویز صیاد یه آلمانی بود در آلمان میدونی این شخص چی میشد؟ خدا میشد، یکی از خدایان آلمان میشد. همین آدم، همین پرویز صیاد، یکی از بزرگترین هنرمندان جهان میشد، یک نابغه عجیب غریب این پرویز صیاد. ما چه استفاده ازش کردیم؟ هیچی. تو خارج از کشور یکی کمکش نکرد، با بدبختی 3-4 کارم داد بیرون. هدف این بود که کشور به اینجا بکشونن، هدف این بود که هنرمندان بزرگی رو مثل بهروز وثوقی رو اینجوری خانه نشینش بکنن، در حالی که تازه اینا ناصر ملک‌موتی، فردین، بهروز وثوقی پخته شده بودن، اینا تازه میخواستن بیان کار ارائه بدن، تازه رسیده بودن به مرحله‌ای که از اون فیلمای کافه و کابار اون فیلما بیان بیرون، تازه اومده بود فیلم کاروان‌ها رو برای ما بازی می‌کرد، تازه اومده بود یه فیلمی پیاده که مثل نفس بریده، تازه اومده بودن داشتن اون همه تجربه که 15 سال 20 سال جمع کرده بودن، تازه اومده بودن پخته شده بودن، هنرمندای ما تازه پخته شده بودن، تازه شعرهای قشنگ میخوندن، دیگه از اومدم در کوچه‌تون نبودی اومده بودن بیرون، دیگه ما از قاسم جبلی اومده بودیم بیرون، رفته بودیم دو کاباره های بزرگ کشور، نه که اونا بد بودن، اونا بدعت‌گذار بودن، ولی زمانشون تموم شد، رسیدیم به یه زمان دیگری و داشت پیشرفت میکرد ورزش ایران، هنر ایران، سینمای ایران، خیابونای ایران، دانشگاه‌های ایران، درس ایران، دانش آموزا، کلاس اول دبستانی که من میرفتم با کلاس اول راهنمایی خیلی فرق کرد. تو اول دبستان و دوم دبستانی که 35 تا 40 تا دانش آموز پشت اون نیمکت‌های چوبی نشسته بودیم، بعد وقتی رفتیم راهنمایی فرق کرد، تخته‌ها عوض شد، کلاس عوض شد، شدیم 15 تا 20 تا، چهره معلم‌ها عوض شد، لباساشون عوض شد، کشور داشت درست می‌شد. کی داغونش کرد؟ انگلیس. چرا داغونش کرد؟ سر میهن پرستی رو بریدن. حالا یکی اومده تو کاخ سفید میگه آقا بس باید ما دست از سر این کشور رو برداریم، باید دست برداریم از سر اینو، طبیعیست میخواییم بچاپیمشون. من ترامپ هم میخواییم بچاپمش، منم نمیذارم ایران همینطوری از کنارش از کنار این گوشت لخت چجوری من ردشم، گوشت قشنگ تره تمیز یه دونم جعفری بذاری روح بعد به گربه بگی نگاه نکنه آقای میشه؟ طبیعی منم میخوام ایرانیا رو بچاپم، طبیعی منم نفتشو میخوام، گازشو میخوام، من ایرانو میخوام، من با اون کشور کار دارم، اما تو داری میزنی و میکشی، این چیز دیگه ازش باقی نمونده. در بهترین حالتش ایران به زودی تجزیه میشه، بعد ما چجوری سر ته اینو جمع کنیم؟ از تو تجزیه ایران میدونی چه اتفاقاتی میفته بیرون؟ آها خدا نکنه اینقدر نری تو چرت پر، گوش کنی به حرفم، هنوز تو یوگوسلاوی گیرن، خبرشو به من و تو نمیدن، هنوز تو کوزوو بزن بزنه،
هنوز نتونستن مسئله مقدونیا رو حل کنن، هنوز یونان سرشاخشو گرفته، هنوز دعواست تو زربستان، هنوز دعواست تو کراواسی، هنوز دعواست تو بوزنین هرزگوین. مگه خیال میکنید موضوع به این سادگیه؟ چند سال نسل کشی شده، سرب ها چند سال نسل کشی کردن، من شما خواهد که به همین سادگیه که زاگرب و بلگراد با هم تو ماچ بکن من ماچ بکن رو بندازم. اون وقت حالا تو میخوای ایرانو انقدر فشار بیاری روش که مثلا یه تیکش بره تو بغل حزب دموکرات کردستان که بعد بیش شرف دوز، بعد تو بری نماینده حزب تروریست دموکرات کردستان بشنونی اونجا که رسما اومده نیمکله قاضی محمد رو گشته پشت سرش مردی که بعد لگن فروش دوست میگه که عکس شاه رو گذاشتن اونجا جاوید شاه گفتن خیانته. بابا به خودتون بیا یه مش خواهنان اینا. من مزدور جمهوری اسلامی هم که عکس رضا پهلوی رو میذارم دو سال و نیم جاوید شاه رو از زیر خاک کشیدم بیرون، بعد با کسی که گفتگو میکنه میگه ایران باید تجزیه بشه بشه فدرالیست مزدور نیست. خب مردی که اگه تو مزدور نیستی با چی هستی تو؟ خب من تو گوش چند تاشون بزنم، تو دک و پوز چند تاشون بزنم، سر سگ میزنی خائن میاد بیرون، سر اینه میگیری تای اون صدا میده. علی منقلی پول میگیره میگه مهندس، آره تو به مهندس بخوره بیا همینان. آقای مهندس به نظر شما آقای مهندس هیچ علاکی یارو شد مهندس. آقای دکتر درود شما، آقای دکتر چه خبر از شیکاگو چه خبر؟ آقای دکتر همینان یارو شد دکتر. اون یکی بی شرف که نشسته تو لندن اصلا آب تو دلش تکون نمیخوره، اون علی ساربون نشسته میگه خانه فدری، مثل فیلم چی بود خانه کوچک، چونم برات دیگه رفته بودم کربلا از سر نجف که رد شدیم بودیم یه سری هم بزنیم به آقا. بی شرف ملت داره تو فقر و فلاکت و گرسنگی بدبخت داره دست پا میزنه، اون واسهش مهمی جمال 500,000 دلار پادشاه عربستان عشق است که هر 4-5 ماهی میذاره تو جیبم دارم حال دنیا رو میکنم. اون دوباره این جریانه. اگر یک کدوم از اینا ادعا کردن که من دیگه پول نمیگیرم میام و برای کشورم فریاد میزنم، من نوکر پدر مادر جد آبادشونم، همشون دنبال پولن. آقا جون بزنین راحتتون کنم، بزنین یه چیزی پخش چرا مهندس این شعار بچه ها رو پخش کنیم، من بیام بیه کلام پایانی رو به این بچه ها بگم تا بعد به من نگم آقای احمدی نشستن به شاهزاده فوش میدن، آقای احمدی کانال زدن به شاهزاده فوش، آقای احمدی فلان تلویزیون نگاه کن به شاهزاده دارن بعد میرم میگن، آقای احمدی هنوز دارن میگن رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران. خب تقصیر نداری، چرا 20 سال نشستن پای رادیو تلویزیون رو بهتون چرت پرت گفتن، 20 سال سم کرده تو مختون. هر میهن پرستی هم که اومد نشست وقتی اوزار مثل الانی که من دارم میبینم، وقتی اوزار اینطوری دید شد به روز سور اسرافی یهو یا بوبرش داشت، یهو کاسه کوزه رو شکستن سر رضا پهلوی. آقا ایشون نمیخواد شاه بشه، آقا ما هر چی میگیم بر علی ما حرف میزنه، آقا پشتشو کرده به ما. بابا بفهمید این درد این انسان رو، بابا این بنده خدا گرفتاره، بفهمید. اگر میگی من میهن پرستم ول کنید به کار خودتون بچسبید، حرمت پادشاهتون رو نزنید، حرمت پادشاهتون رو خراب نکنید، این مرد گرفتاره. بابا بفهمید خاندان پهلوی گرفتارن، میفهمید چی بهتون میگم؟ گرفتاره این خاندان، این خانواده گرفتاره بنده خدا، برای همینه که مجبوره با معصوم قومی حرف بزنه، مجبوره. اللهم اینی دیگه ما به چه زبونی بگیم؟ جناب مهندس شماره 6 رو پخش بفرمایید. من آهنم، جان من فدای خاک پای
سپاس جناب مهندس یواش گرامی. اسامی بچه ها رو من بگم خوب توجه بکنید، یه موضوع این مهمه، خیلی مهمه، این ده دقیقه رو قشنگ گوش کنید. سرکار بانو سریا از آتلانتا با یک جاوید شاه بلند $20. سپاس از شما بانو سریا گرامی. آرزو پیش آهنگ شاهنشاهی همرزم عزیز ما $50. سپاس از شما بانو آرزوی گرامی. آقا سعید گل از آلمان بچه محل ما $10. دست درد نکنه سعید جان. سرکار بانو منیر و آقا خسروی گل تورنتو با جاوید شاه و برای تولد اولیا حضرت $50. دستون درد نکنه. و سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم $20. بچه ها دستون درد نکنه، یه 7-8 دقیقه وقت مونده، اگه میشه یه دو تا زنگ دیگه بزنید دستون درد نکنه. بچه یه چیزی قشنگ گوش کنید، بذارید من تکلیفم با شما روشن کنم. جمهوری طلبان قشنگ گوش کنید، چون بیشتر کسانی که این برنامه رو میبینن جمهوری طلبا هستن. خوب گوش کنید، شما میدونید که قافله رو باختید، خب یک راه بیشتر نمونده. ما دنبال این بازیایی که راه افتاده نمیریم. اعلیحضرت به صراحت فرمودند دیگه، به چه زبونی میگن؟ گفتن آقا من افتخار بکنم بشم پادشاه ایران، شکی نکنید که ایران پس از جمهوری اشغالگر اسلامی پادشاهی است یا نابودی کامل و انحلال و اضمحلال ایران و تجزیه، شک نکن. اگر غیر از این شد این من و این شما مخلصتونم. اصلا شما جمهوری طلبان یک راه بیشتر ندارید، در برابر دوربین ها بیایی بنشینی، مخصوصا بخش مصدقیش، نه مثلا آدم مثل این که این مرک احمق علاق خراسان من که بیس شعوره میسوا، اونی که به خودش میگه من نمیدونم یا چی بنن منشه که این احمق میسوا دریاکی، اینا که ادعا میکنن عکس مصدق رو میزنن، عکس بختیار رو میزنن، اما الان بیشور باید بیاین جلو دوربینا. خیلی راحت به همین زبونی که من بهتون میگم بگید ما انقلاب اسلامی 57 رو نه تنها انقلاب نمیدونیم، بلکه یک تخریب عمومی بود که نسل گذشته ما در آن نقش داشت، از جمله جبهه ملی، از جمله حزب توده، از جمله سازمان چریکای فدایی، از جمله سازمان مجاهدین، اسامی سازمانهاتون رو قشنگ بیارید. ما اعلام میکنیم که اشتباه بوده، اعلام بازنشستگی میکنیم. کسانی که 20 سال جلو دوربینا نشستین لگم پروش دوز به اندازه کافی دزدیدی، مردی که اعلام بازنشستگی کنیم بابا ول کنید این دوربینو، الان دیگه دوران نسل منه بی شعور، من داره میشه 60 سالم، تو تا کی دیگه میخوای بشینی مردی که لغلغ اونجا؟ باید اعلام بازنشستگی بکنید، ببوسید بزنید کنار، بلکه یک نامی ازتون باقی بمونه به عنوان انسانایی که گفتن که آقا ما اشتباه کردیم، مثل اسماعیل خویی. آقا گفت آقا من اشتباه کردم، رفته کنار، تموم شده رفت دیگه، ما کاری به کارش نداریم، قبول کرد. همین اسفندیار منفجرزاده قبول کرد که آقا غلط زیادی کردیم، ما از نسل گذشته بدهکاریم، امیدواری ما رو ببخشه. بابا داره میگه مردک. بنابراین باید از عذرخواهی بکنید. چرا نمیکنید؟ چون تو این جریان پول داره، تموم شده رفت، هیچ چیزی هم توش نداره. شماهایی که اومدید وارد کار سیاسی مملکت شدید، شماهایی که اومدید وارد این جریان شدید، شما آتش زدید به ایران، شما منو بدبخت کردید، شما منو آواره کردید، شما ملتی که ایرانو به این روز انداختین، شما یه کشور رو به این روز انداختین، بازم دو قرتونیمتون باقی اومدید نشستی میگی دیکتاتوری بود، سابا تخم مرغ شکنجه، ارتش پوشالی نوکر امریکا و کاپیتالیسیون رضا شاه، کودتا محمد رضا شاه 28 مرداد کودتا ننگی. بس دیگه بابا ملت تره که چرت کنم، علف هم دیگه خورد نمیکن که قبر مصدق گور به گور شده بریزن و شما ها بغلش بچری. آخه اولاغ خراسان، لگم فروش دوز، آخه اراذل اوباش، شما همین الان من پول هواپیماتون رو میدم رژیم رفته، هر رژیمی هم که شما میگید دوست دارید بیاد ایران، من پول هواپیماتون رو میدم. اصلا تو سوار هواپیما میتونی بشی تا اونجا بری؟ فشار خون داری، اوره داری، قوره داری، چربی داری، همه جات ورم کرده، در به داغونت بدبخت.
صبح که خواب بلند میشی تنها جایی که ورم نکرده و مخ نداشته، همینطوری داری راه میری، خودت داری سر صدا راه میندازی، فلون فلون شده. ول کنید این، ول کنید بابا، مملکت داغون شد، خائنین اجنبی پرستا. حالا ای تو بیا بکن تو موقع این بیشعورا نمیفهمن. چرا نمیفهم موضوع رو؟ حقوق بگیرم. وگرنه شما لگن فروش دوز بپرس بی پدر و مادر، تو در طول 20 سالی که اومدی، 20 چند سالی که تو آمریکایی، بیا به ملت بگو من یک دقیقه رفتم دم فلان مثلا مغازه واستم یه ساعت کار کردم. یا نونخور اون یارو که به خودش میگه مهندس، یا نونخور اون بودی، بقیه‌ش هم که با دزدی و کلاهبرداری و رفتی لاس وگاس و کیف سامسونگ گذاشتن جلو تو، با 200,000 دلار اومدی یه تویل وا کردی واسه تلویزیون، حالا هم کم تو گونی 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 پول داره واسه میرسه. من تو با 10 دلار و 50 دلار نون نون لندن و نمیدونم نون سنگکی دادن واشنگتن، تو با اینا سر پا موندی. آره تو بمیری، چون خودت بیشعوری. خیلی میگم همین خود بیشعورم، بیشعوری و خائنی، هم بیشعوری هم خائنی. بنابراین مملکت رو بسپارید به دست صاحبان اصلی اون مملکت که ملت ایرانن. وگرنه من بهتون بگم هر روز به تعداد میهن پرستان داره اضافه میشه و این دعوا با شماها ادامه داره و در ضمن یه چیز دیگه بهتون بگم، شما که ادعا میکنید میگید که ما جمهوری خواهان معتقدیم که شاهزاده رضا پهلوی، اصلا شما راجع به رضا پهلوی چرا حرف میزنید؟ لگن فروش دوست، شرف فروش، ناموس فروش، تو چرا راجع به رضا پهلوی حرف میزنی؟ مگه تو نگفتی هر کی بگه جاوید شاه خیانت کرده به رضا پهلوی؟ مگر نگفتی رفتم تو خونش تخم مرغ درست کردم نداد من بخورم؟ مگر نگفتی شاهزاده ما یه دونه دولت در تبعید درست کردیم، حالا شما اومدی با این اعلامیه خراب کردی؟ ما دیگه نیستیم، اینم دولت در تبعید، کار دیگه این بلدی این انجام بدی؟ مگه نگفتی اینا رو؟ حالا چجوری شد تو شدی سرباز شاهزاده؟ چرا شما ها اصلا دخالت میکنید تو جریان رضا پهلوی؟ مگه نمیدی با تجزیه طلب صحبت میکنید؟ چیکار کار رضا پهلوی دارین؟ چیکار کار میهن پرستان دارین؟ ما به شما چه مربوطه؟ ما با رضا پهلوی میخوایم چجوری برخورد کنیم، چجوری حرف بزنیم؟ آقا رضا پهلوی بد، ما هم بد، به ما چه کار دارین؟ چون میدونید وزن است، چون انگلیس اربابتون گفته هر کاری دوست دارید بکنید پولم بهتون میدیم، طوری که پولاتون رو یک سال میدن. دیگه انگلیس هم زرنگ شدن، دیگه نمیان پول نقدت بدن که بری بخوری بعد سه ماه بگی نداریم. حالا میگه یک سال پول ساتلایت تو دادم، پول کارمندات هم دادم، ما 10-12,000 دلار هم دارم به تو میدم که دیگه ندونی زیرش بذاری. اینا هم زرنگ شدن. آها، چون مزدورید و بهتون گفتم فقط رضا پهلوی رو بزنید، فقط ریشه پهلوی رو بزنید. همه تون رو کفن کردم تا ما نشستیم، تا ما اینجا هستیم، تا بچه های ارتشی هستن، همه تون رو کفن کردم و شارو برمیگردونیم ایران. و اینو دقیقا میدونید، همه تون میدونید. حالا برید در پخ دلتون میخواد بخورید، هر بار بیام اینجا چپ و راستتون میکنم تا دیگه کاری به کاری میهن پرستان نداشته باشید، تا دیگه راجع به ایران و آریایی و میهن پرستان زرزر نکنید. بکنید چهارشنبه میام میزنمتون، جمعه میام میزنمتون، هر دفعه میام اینقدر میزنم تو دک و پوزتون تا خفه بشید. اینو من بهتون بگم، شما باید حوله رو بندازید وسط، بگید ما شکست خوردیم، آقا ما کاری به کارتون نداریم، دیگه کاری به کارتون ندارم، هر غلطی هم دلتون بخواد برید بکنید. زو اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشه. رویا میم 10 دلار سپاس از شما. زهره سین 50 دلار سپاس از شما. سرباز علیزاده سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم 101 دلار سپاس از شما. خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردید، خیلی متشکرم. بانو آرزو پیشاهنگ شاهنشاهی 50 دلار سپاس از شما، لطف کردید. بانو ثریا آتلانتا 20 دلار سپاس از شما. سعید آلمان 10 دلار سپاس از آقا سعید. بانو منیر آقا خسروی گل تورنتو 50 دلار سپاس از شما. سارا و کوروش عزیزم نوه دو بزرگوار 20 دلار با پاینده ایران جاوید شاه. تا چهارشنبه با سپاس از جناب مهندس یاشی گرامی. جانم متوجه نشد. آبادانی، آقای هویک آبادانی 50 دلار دست درد نکنه ولی هویک آبادانی عزیز ما هم 50 دلار خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردین. تا چهارشنبه که در خدمتتون خواهیم بود. صحبت ها مونده، یه چیزی کلی من گفت.